سلام عرض می کنم خدمت عزیزان، حاضران و غائبان. خوشنودیم که به جلسه سوم از مباحث دین و قدرت یا قدرت دینی و قدرت سیاسی رسیده ایم. در این جلسه من با اجازه دوستان قدری می خواهم از جاده اصلی بحث خارج بشوم، ولی نه کاملاً. خواهید دید که منظور من چیست. ما سه مناسبت پشت سر داریم. یکی مرگ مرحومه خانم پوران شریعت رضوی، خانم مرحوم دکتر شریعتی، که در دو هفته پیش رخ داد، و هم به خاطر وفات این خانم بزرگوار و هم به یاد شوهر نامدار او همه ما سوگوار شدیم. خداوند درود و رحمت و رضوان خود رو بر هر دو اینها بباراند. یاد کردن از مرحوم شریعت، خانم پوران شریعت رضوی، یاد کردن از یک خانواده است که در انقلاب و در فضای روشنفکری ایران، روشنفکری دینی و غیر دینی، سهم بسیاری داشتند و جایز است، بلکه واجب است که از آنها یادی برود. من در باب شریعتی اکنون بیش از این سخن نمیگویم، چون در مناسبت سوم که 40مین سال انقلاب ایران باشد ذکری از او خواهم کرد و بیش از این به او خواهم پرداخت. فعلا به منزله یادی از این عزیز از دست رفته شایسته دیدم که نام او رو و همسر او رو و گذشت های او رو به منزله یک همسر خانه‌دار زنده کنم. همیشه در پشت مردان موفق زنانی بودند که بار اونها رو به دوش می‌کشیدند، بی سر و صدا، بدون ادعا، بدون توقع، بدون اینکه نامی، آوازه‌ای و شهرتی داشته باشند. و این خانم هم همینطور بود. شاید حتی تحصیلات رسمی او از شوهرش، یعنی شریعتی، بهتر بود. دکتری از دانشگاه سوربن داشت و در ادبیات، و اگر مجالی میافت و فضایی برای فعالیت فکری و روشنفکری پیدا میکرد، احتمالاً امروز نام او در اعداد نویسندگان هم میامد. اما فداکاری کرد، 4 فرزند داشت، در بدری کشید همراه همسرش در فرانسه، که در اونجا هم شریعتی چنان که خودش هم اعتراف میکرد نه شوهر خوبی بود نه پدر خوبی بود، به بچه ها نمیرسید، به خونه ها نمیرسید، یک آدم آواره سرگردان شاعر مسلکی که اگزیستانسیالیست هم بود و نه خودش میفهمید کجاست نه دنیا رو چنان که باید و شاید اداره میکرد. خب شما فکر کنید که این زن چگونه باید زندگی کنه که این فرزندان رو اداره کنه و خیال شوهر رو هم آسوده نگه بداره که او به کارهای خودش برسه. مسلماً اگه همچه همسری نبود، مجموعه آثار شریعتی به 30 جلد نمی رسید. این همه فراغت پیدا نمی کرد که بنشین و بنویسه. البته شوهر او هم متاسفانه زندگی شیرینی نداشت. تا وقتی که خارج از کشور بود که با مبارزان الجزایری همراه بود، حتی یک شبی هم به زندان افتاد، به ایران آمد، دست و پنجه با حکومت نرم می کرد، حسینی ارشاد رو زنده و بیدار نگه داشت، به زندان انفرادی 18 ماهه رفت و شکنجهی کشید که کمتر کسی قدرت تحمل او رو داره. در همه این روزها و شبها و سالها بالاخره یه همسری وجود داشت که میدانست که تمشیت امور میکند. و بعد هم که از زندان بیرون آمد و به خارج کشور آمد، شریعتی را عرض میکنم، به فاصله اندکی از دنیا رفت و آوار این زندگی بر سر این زن ریخت، تا اینکه بچه ها کم کم بزرگتر شدند و بالاخره هر کدام به سوی رفتند. از بد روزگار فرزندان همشون غیر از دختر آخر در فرانسه بودن، خانم از دیدار اونها برخوردار نبود، تا بالاخره روزگار به این سو چرخید. بیمهری ها رو به چشم خودش میدید که نسبت به همسر پیشینش روا میدارن، قدر اوش رو نمیشناسن،
چه کسانی که از چپ به او حمله می کردن، چه کسانی که از روحانیت به او حمله می کردن، همه اینها رو هم چشید و کشید و شاید با یک دل سوخته و بار اندوه و کولباری از غم به زیر خاک رفت. درود به او می فرستیم، برای روحش رحمت و رضوان می خواهیم، همچنین برای همسر بسیار گرامی و نامدار و مؤثر و اثرگذار او مرحوم دکتر شریعتی. بعدم من شریعتی رو جای دیگه ملاقات کردم، دو دفتر می بار خواستم باش صحبت کردم، ولی بیشتر تماسا توسط حسینی ارشاد بود. سه چیز مختلف باید صحبت کرده شد. یکی جنبه های سیاسی زندگی شریعتی. طرف دارانش اینو یه جور تعبیر میکنن، مخالفانش یه جور تعبیر میکنن، ولی واقعیت امر اینه که شریعتی رفت در مشهد شروع به درس دادن. تو جلال متینی که رئیس دانشگاه فردوسی بود خودش هم راجع به موضوع نوشته و چیز گفته. اون وقت سازمان امنیت پشتیبانی بسیار بسیار قوی از اون میکرد، بسیار قوی از اون میکرد. به چه جهتی؟ به سازمان نبود، به احتمال خیلی قوی به نحوه یا همکاری عضویت داشت، در شک نبود. منتها اون میگه من کار میکردم برای پیشبرد اهداف انقلابی، یه دن میگن نخیر اینجوری نبود. اون گفتم تعبیر دیگه به اون کار نداره فرق. حتی وقتی که ممنوع درس شد، ولی میتونست که سازمان امنیت دستور داره بود که دانشگاه فردوسی حقوقشو بده، برام که آوردنش تهران مشاور وزیر علوم مونیسیپال بود، هیچ کار نمیکرد، حقوق خیلی خوب میگرفت. شریعتی بله بله، از وزیر علوم حقوق میگرفت، همون وقتی که این حرفای تندو میزد. بعدم این راجع این جلسه براتون بگم، چند روز بعد یه جلسه تشکیل شد در وزارت دربار راجع به شریعتی و حسینی ارشاد. اون آقای ثابتی نامی که در سازمان امنیت بود، اون یک طرفداری عجیب و غریبی از شریعتی کرد و گفتش که اینه که آقا افراد رو بر میگردونه از کمونیسم و جوونا خیلی دنبالش هستن و اونا که من دنبال او دیگه کمونیست نیستن. من همه جو گفتم این خیلی خطرناکتره از کمونیست بودن و اینا مخالفت شدید کردن و گزارش شدیدی بر ضد من به شاه فرستاد. منم خودم رفتم دلایلم به شاه گفتم. شام گفتی حالا بره چی کنی، کار با کار شریعتی نداشته باشی. شریعتی میشنم اسمم شنیده بود. بله برای خودش اسمم میشنم. بله نشه منو بر کرد، ولی دیگه رابطه هم به کلی. چرا آقای ثابتی از آقای شریعتی حمایت میکرد؟ این آقای ثابتی نبود، دستگاه امنیتی شاه دستور عملی دریافت کرده بود که بایستی برای بیرون راندن و تصفیه و استرلیزه کردن مارکسیست ها، توده‌ای ها، کمونیست ها، گروه های چپ بازی جدیدی را آغاز کنه به نام الهیات رهایی بخش، بازی که در تمام مناطق جنوبی آمریکای لاتین و در خاورمیانه بین شوروی و آمریکا به صورت یک شطرنج اتمی در حال اجرا بود. این جنگ الهیات رهایی بخش در همه جا به صورت یک شطرنج سرخ و سیاه ادامه داشت. در ایران شروع شد. فراموش نکنید مسئله ایران فرق داشت. مسئله ایران فقط با خمینی شروع نشده بود، با 15 خرداد شروع نشده بود. اجرای طرح حکومت اسلامی در ایران در روز پس از سقوط آقای مصدق باید اجرا میشد. اگر آمریکایی‌ها دخالت نکرده بودند، اگر جریان دیوید راکفلر، نلسون راکفلر، استاندارد اویل
یا اون گروهی که داشتن آمریکا رو اداره میکردن بعد از عصر ابریل هریمن و دموکراتا، در ایران حکومت اسلامی میومد، نه شاه میومد، نه در واقع یک مثلا دیکتاتور چکمه پوش یا پاگندار. همه این نظریاتی که میشنوید تو این کتابا نوشتن، باید شما برید و از دیدگاه امنیتی نگاه کنید، سیاسی نگاه نکنید. امروز اگر میبینید سال هاست میگن آمریکایی‌ها کودتا کردن، آمریکایی‌ها علیه انگلیسی‌ها کودتا کردن. همین خانم نانسی لیپتن بسیار خوب لهجه ها رو فرا گرفته بود، با لورها، بختیاری‌ها، قشقایی‌ها بسیار خوب ارتباط برقرار میکرد و کارهای تحقیقی انجام میداد. برای همینم وقتی که مسئله آقای مصدق و بریتیش پترولیوم پیش آمد، وزارت امور خارجه انگلیس رفت سراغ این خانم به عنوان مشاور اصلی. نانسی خانم به محض اینکه پا گذاشت تو اتاق فرمان، اولین چیزی که به این آقایون به اصطلاح دیپلمات ها و سیاست مدارا یادآور شد، گفت شما نمیتوانید با دکتر مصدق وارد مذاکره بشید، کودتا کنید، این رو از کار برکنار کنید. دیگه جای بحثی نبود. اشتباه بزرگ همه این به اصطلاح تاریخ نویسای بزرگ و کوچک اینه که همیشه معتقدن آمریکا کوده. نه، اول انگلیس کودتا کرد، شکست خورد، چون آمریکایی‌ها رو دست زدن. هدف انگلیس این نبود شاه رو برگردونه، هدف انگلیس این بود مصدق رو بر بیاندازه، یک مهره پیدا کنه، حالا میخواد سید ضیا باشه یا حتی فدایان اسلام نواب صفوی یا آیت الله کاشانی. چون خانم لیپتن معتقد بود این ملت ملت شیعه است، احتیاج به امام دوازدهم یا امام زمان داره و شما باید برید دنبال حکومت اسلامی. آمریکایی‌ها نپذیرفتن به خاطر اینکه منطقه زیر چکمه شوروی بود. مگه میشد ریسک کرد؟ آمریکایی‌ها می‌خواستن زاهدی باشه، مثل همون دیکتاتورهایی که در آمریکای لاتین یا در اروپا داشتن. حالا اگه ورق برگشت به اسم شاه، اون یک بازی دیگری بود. اما مناسبت دومی که ما داشتیم در هفته گذشته، وفات مرحوم آیت الله مؤمن قمی بود، از اعضای فقهای شورای نگهبان. البته مرگ ایشان، وفاتشون به خودی خود واجد اهمیت چندانی نیست که ما در اینجا وقت صرف کنیم و بیان کنیم، اما به یک دلیلی و یه مناسبتی است که من این رو ذکر میکنم. به هر حال خداوند همه رفتگان رو رحمت کنه. مرحوم آیت الله مؤمن قمی مشخصا از کسانی بود که ولایت و رهبری آقای خامنه ای رو تأیید کرد، پس از اینکه چند بار گفته بود که من او رو به رهبری و به مرجعیت تقلید قبول ندارم. حتی مرحوم آیت الله منتظری که نامه ای نوشته بود برای آقای خامنه ای و در اون نامه به او گفته بود که شما در اون مرتبه و موقعیتی نیستید که بتوانید افتاء بکنید، فتوا بدهید، مرجعیتی داشته باشید، خود آقای مؤمن این رو نقل کرده و گفته بود من این نامه رو از آقای منتظری گرفتم و به ایشون گفتم چون من هم با شما هم عقیده ام، این نامه رو میبرم و به دست آقای خامنه ای میرسانم، و برده بود و رسانده بود. اما بعدها به سببها و دلائلی که خود ایشان بهتر می داند از این رأی برگشت و عضو شورای افتاء رهبری شد. جلسه ای که ظاهراً برای این بود که آقای خامنه ای فتاوای خودش رو در اونجا با مشورت و شور دیگران صادر کند، اما در حقیقت جلساتی بود برای آموزش رهبری و او رو به درجاتی که نداشت رساندن و بر منصب افتاء
نشاندن. چنین چیزی بود. چند نفر در این جلسات شورا شرکت می‌کردند. یکی آقای مؤمن بود، یکی آقای شاهرودی بود که او هم مرحوم شد، و دو سه نفر دیگر. اینها البته هیچ کدوم واقعا در دل باور نداشتند که آقای خامنه‌ای صلاحیت مرجعیت داره، اما به دلیل اینکه مصالح سیاسی اقتضا می‌کرد، رفته رفته به این طرف گرایش پیدا کردند و حتی مقاله و رساله نوشتند. در صدر همه اینها آقای شاهرودی که چند ماه پیش وفات کرد، ایشون اصلا یک رساله نوشت، و یعنی یک مقاله، یک رساله مفرده ای، و در اثبات شایستگی آقای خامنه ای برای رهبری. اما این آقای قمی، از اونجا که ما با ایشون درگیر شدیم، این مصلحت رو پدید می آورد که من ذکری از ایشان بکنم. و اون درگیری البته مستقیم نبود، غیر مستقیم بود، قلمی بود نه فیزیکی، و اون عبارت بود از اینکه ایشان خب فقیه بود و مطابق معمول کتب فقهی می نوشت. در یکی از این کتابهاشون ایشان یک روایت عجیبی رو که نه تنها ایشان، پاره فقیهان دیگر هم به او متمسک شدن، آورد، اما با کمال صراحت گفت می توان به این روایت عمل کرد. و اون روایت عبارت از این بود که اگر دیدید که کسی در دین شما انحراف ایجاد می کند، شما مجازید که هر تهمتی و هر بهتانی رو به او بزنید، بهتانهای جاسوسی و ناموسی. و ایشان هم به صراحت گفت که بله، این کار شدنی است، و هیچ استثنا هم نکرد، نگفت که کدام تهمت ها رو میشه زد، کدام تهمت ها رو نمیشه زد. میگه از دم هر چه که میتوان چسباند، هر وصله‌ای که میتوان به کسی بست، برای اینکه نشان بدهد که او انسان فاسد و ناصالحی است و منتهی شود به طرد او از اجتماع و پراکنده شدن مردم از دور او، این کار رو میتوان کرد. یک فقیه دیگری که اکنون زنده است در اصفهان به نام آیت الله مظاهری، ایشان هم رساله ای دارد. در آن رساله ایشان هم آورده است که میتوان برای منحرفان، برای کجروان، برای بدعتگزاران چنین تمهیداتی کرد و به اونها تهمت بست. اما ایشون قدری تخفیف داده، گفته تهمتهای جنسی نباید زد. نباید گفت اینها لواط میکنن یا زنا میکنن، اما مثلا دزدی کردن، اینا رو میشه. عرض به حضورتون که آقای مؤمن به صراحت این رو نوشت. بند این رو برگرفتم و در یکی از مقالاتم در سایت زیتون این رو آوردم. آقای مکارم شیرازی با یکی دیگر از فقیهان در پیچیده بود که چرا گفتی افراد روزدار اگر بسیار تشنه شدن میتوانن قدر آب بخورن، و به او گفته بود که داری بازی با دین مردم میکنی. من در جواب آقای مکارم توضیحاتی دادم که اونا حالا ضرورتی ندارد اینجا ذکر کنم، ولی بهشون گفتم اگر میخواد بدونید کیا با دین مردم دارن بازی میکنن، اینا هستن، این آقای مؤمن است و کسانی که هم فکر او و هم صدای با او هستند، اینا با دین مردم بازی میکنن که چنین فتاوایی میدن. از اون طرف البته کسانی خب در نقد من چیزی نوشتن، اما یکی دو نفر از علمای قم در واقع در تأیید سخن من چیزی نوشتن و حتی به من ایمیل زدن با ترس و لرز که به هر حال ما موافقیم. من اسمشون رو نمیارم چون دوست ندارن اسمشون رو بیارم، ولی متاسفانه چنین چیزی در فقه شیعه وجود داره. من بعدم متوجه شدم که بعضی فقهای نامدار دیگر هم چنین نظری رو داشتند. آقای مؤمن یه چنین کسی بود، ایشون عضو فقهای شورای نگهبان بود، کسی که باید از قانون اساسی پاسداری بکنه، کسی که باید صلاحیت نمایندگان رو، صلاحیت نامزدهای نمایندگی رو بسنجد و تأیید بکند. وقتی که کسی ابایی از این امور نداشته باشه، چگونه میشه ترازو رو به دست او داد وقتی که معتقد است که در این ترازو
شما جنس 10 گرمی رو می توانید بگید 100 گرم، 100 گرمی رو می توانید بگویید 10 گرم. هر جا مصلحت شرع و مصلحت ملک و حکومت دینی اقتضا کرد و اینا در عمل این کار رو می کردن. خب یک نمونش همین که خب نوبت گذشته در یه برنامه بی بی سی من اونجا گفتم صریحا که خود مرحوم آقای خمینی هم این کار رو می کرد و در اون تهمتی که به مصدق زد و گفت که او هم مسلمان نبود، وقتی که ما از او سوال کردیم که حجت شما چیست، مطلقا حجتی در چنته نداشت و رو نکرد و به ما هم دستور داد که این بحث رو قطع کنید و ادامه ندهید و بیش از این نپرسید. اگر فرض کنید که حفظ جان یک نفر مسلمان، حفظ جانش وابسته به این است که شما شربخند واجب است باشه، دروغ بگید واجب است باشه. احکام اسلام برای مصلحت مسلمین است، برای مصلحت اسلام است. اگر ما اسلام را در خطر دیدیم همه من باید از من بریم تا حفظش کنیم. جاسوسی جاسوسی فاسد بگیم، اما برای حفظ اسلام و برای حفظ نفوس مسلمی واجب است. دروغ گفتن هم واجب است، شوربخت هم واجب است. آیت الله خمینی یک سال و نیم قبل از درگذشتش تا به اونجا پیش رفت که در نامه خطاب به علی خامنه ای رئیس جمهور وقت تأکید کرد که مصلحت حکومت اسلامی حتی از رعایت احکام دینی هم اهمیت بیشتری داره. به گفته او حکومت که شعبه ای از ولایت مطلقه رسول الله است، یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است. عملاً کسی که به خط قرمز نفی نظام دینی رسیده باشه، نقد کرده باشه، دیگه آبروش احترام ندارد. کسی که آبروش احترام نداره میشه بهش دروغ نسبت داد، میشه بهتان بهش زد، میشه تهمت بهش زد، میشه هر گونه که میشود او رو بی‌آبرو کرد. در سال 1360 به دنبال تصویب لایحه قصاص و مخالفت جبهه ملی با اون، آیت الله خمینی در سخنرانی معروفی در 25 خرداد این تشکل رو مرتد دونست و محمد مصدق بنیانگذار جبهه ملی رو غیر مسلمان اعلام کرد. اولش هم وقتی که مرحوم آیت الله کاشانی دید که اینها خلاف دارن میکنند و صحبت کرد، اینها کاری کردند که یک سگی را نزدیک مجلس عینک بهش زدن و اسمش آیت الله گذاشتن. این در زمان اون بود که اینا فخر میکنن به وجود او. اون هم مسلم نبود. من به اون آقا عرض کردم که این دیگه هم مخالفت با شخص نیست، این سیلی خواهد خورد و طول نکشید که سیلی را خورد و اگر مونده بود سیلی را بر اسلام میزد. نویسنده سرشناس علی اکبر سعیدی سیرجانی که بعد از نوشتن نامه‌های انتقادآمیز با آیت الله خامنه‌ای دستگیر و به جاسوسی و انحرافات اخلاقی متهم شد. سیرجانی در آخرین نامه خودش به رهبر پیشبینی کرده بود که این نامه‌نگاری به بهای جانش تموم میشه. او هم مانند سعید امامی از زندان زنده بیرون نیومد. مسئولان امنیتی در 4 آذر ماه 1373 مدعی شدند که سعیدی سیرجانی در زندان سکته کرده. اگر رژیم جمهوری اسلامی رو تأیید کردی تو مسلمونی، معتقدی، متدینی، اگر یه کلمه باب ملشو نبود گفتی یا کافری یا مرتدی یا عامل صهیونیسمی یا عامل سیاه هستی یا عامل انتریجنس، که بنده الحمدلله هر پنجش هستم یادتون باشه. خب من این رو گفتم به خاطر اینکه مناسبت مهمی است، یعنی ما بدونیم ما با چه حاکمانی در ایران روبرو هستیم، مبانی اخلاقی اونها برای حکومت، نگاه اونها به قانون، نگاه اونها به شرع چگونه است، از صدر تا ذیل. پاره از اینها اصرار میکنن، اعلام میکنن و صراحت به خرج میدن، پاره از اونها هم نه ولی در دل دارن. از همه عجیبتر این که وقتی که شما سراغ این گونه روایات میرید، سراغ این گونه فتاوا میرید، من جمله
صاحبان فتوایی مثل آقای مؤمن، اینا یک بار هم از خودشون نمیپرسن، چون کتاب فقه استدلالی نوشته ایشون، یعنی استدلال کرده، و استدلال هم نزد فقها یعنی همه وجوه مختلف بحث رو، همه روایات دیگر رو باید در میان بیارید و از میان این تونل بزرگ که عبور کردید به یه نتیجه مستدلی برسید و ارائه بدید. حتی یک بار در میان ادله خودشون اینا نمیپرسند که آیا این روایت با اخلاق منافات داره یا نداره، اصلا چنین پرسشی در میان. همیشه میگن که با اون روایت دیگر معارضه داره یا نداره، حتی نمیگن با قرآن منافات داره یا نداره. من اینها رو مبالغه نمی کنم ها، فقیهان ما اساسا این چنین تربیت میشن. خود آقای جوادی آملی یه بار در یکی از سخنرانی‌هاش میگفت، هنوزم به گمان من رأی او هم میگفت، اگر تمام قرآن رو محو کنن به فقه ما لطمه‌ای نمیخورن، برای اینکه این فقه مستقل از قرآن رویده است، اصلا در یک خاک دیگری از یه آب و هوای دیگری تغذیه کرده. روایات اونقدر فراوانه، اقوال و فتاوای فقها اونقدر فراوانه که حاجتی به قرآن ندارن. نه تنها حاجتی به قرآن ندارن، بلکه متاسفانه حتی دانش چندانی فقیهان ما از قرآن ندارن. این یکی از اون بدترین چیزهاست، حتی دانش فراوانی ندارن. یعنی خدا شاهده شما فقط میتوانید از اینها مسئله بپرسید، نمیتونید تفسیر آیات قرآن بپرسید، برای اینکه مطمئن باشید که چندان چیزی در باب قرآن نمیدانند. من در سخنرانی دیگرم گفتم که ترجمه های قرآنی که از قم آمده بیرون از روحانیت متاسفانه بسیار مغلوطه. ترجمه های خوب قرآن از غیر روحانیان صادر شده است. توجه میکنید؟ یعنی ترجمه ای که مثلا آقای خرمشاهی کرده، آقای آیتی کرده، آقای فولادوند کرده، آقای خاجوی کرده، او 60-70 تا ترجمه. دو تا ترجمه از دو تا روحانی داریم، یکی از آقای قمشه‌ای که 600 تا غلط داره، یکی از آقای بکارم که 800 تا غلطه. و اینا رو دروغ نمیگم، این عددها عددهایی است که شمرده شده است و اگر بیشتر از اینا نباشه. قوم ما، علمای ما، روحانیون ما روابطشون با قرآن این چنینه. به این روایت برگردیم، این روایت که باهتوهم، یعنی به اونها بهتان بزنید، اختلاف سر این بوده که باه توهم یه عده گفتن بهتان بزنید، یه عده هم گفتن نه، یعنی اونها رو مبهوت کنید، یعنی با دلائل قوی به سراغشون برید تا دهنشون باز بمونه و نتونن جواب شما رو بدن. اما یک نفر نمیگه که این خلاف اخلاق است. فقه رو باید اخلاقی کرد. چرا نمیگه؟ برای اینکه جزء علومی که یک فقیه میخواند اخلاق نیست. این خیلی مسئله مهمه. شما به کتاب کفایت الاصول مرحوم آخوند خراسانی که بعداً ازش سخن بیشتری خواهم گفت مراجعه کنید. این کتاب کفایت الاصول در علم اصوله، قله علم اصوله، یعنی اگر یک فقیه این کتاب رو بخواند و خوب بداند و تحلیل بکند واقعاً به درجه اجتهاد رسیده و انصافاً کتاب مهمی هم هست. و آخوند خراسانی، همون آخوند ملا محمد کاظم خراسانی مشهور است که در دوران مشروطیت بود، مخالف شیخ فضل الله نوری بود، موافق با مشروطیت بود، پشتیبانی میکرد او و مرحوم نائینی، و کسی بود که هزار مجتهد میگفتن در درس او در نجف شرکت میکردن. به هر حال این کتاب کتاب درجه اولیست. هر فقیهی هم که آمده هم این کتاب رو باید بداند و خوانده باشد و هم احیانا حواشی هم نوشته باشد. شما به این کتاب مراجعه کنید و به کتابای او. یکی از بخش هایی که در این کتاب ها هست عموما بخش اجتهاد و تقلیده که اون آخرین بخش این کتاب رو تشکیل میده، کتاب های اصول رو. در بحث اجتهاد و تقلید یکی از سوالاتی که مطرح میشه این است که یک مفتی، یک مجتهد، یک مرجع به چه علومی احتیاج داره، چه علومی رو باید خونده باشه، به خوبی خوانده باشد تا مفتی بشه. مرحوم آقای خویی، آیت الله خویی، من با آثار اینا به مراجعه کردم، ایشون میگه فقط علم اصول باید بخونه. همین علم اصول، اصول یعنی منطق فقه، یعنی منطق به اصطلاح منطق گزاره‌های تجویزی.
چون این منطقه مشهور که داریم تو کتابا می نویسند و در دانشگاه درس می دن، منطقه ارسطویی تا به منطقه جدید، اینا منطقه گزاره های توصیفیه، چنین هست یا چنان نیست. و گزاره های تجویزی یعنی چنین بکن و چنان نکن، یه منطق دیگری داره، نورماتیف پروپوزیشنز، اون میشه علم اصول. بعد شما علم اصول که میخونید، ایشون گفته فقط علم اصول باید بخونن. خب آقای خویی، آقای خمینی، من در آثار ایشون دیدم میگه که خب علاوه بر علم اصول یه مقداری از مسائل روز رو علم منطق هم باید بخونه. مثلا تقریبا همین، شما یک نفر از این فقیهان رو نمیبینید که بگن که فقیه باید علم اخلاق بخونه، فلسفه اخلاق بخونه، فقیه باید به علم جامعه شناسی تا حدودی آشنا باشه. هیچ این حرفا در میان نیست. به همین دلیل است که از این فقیهان انتظار چندانی نمیشه داشت، انتظار چندانی نمیشه داشت، برای اینکه مبانیشون، زمینه کارشون، معلوماتشون در همین محدوده هاست. بعدن هم که خب سالهای سال صرف میکنن، همینه دیگه. این روایت رو کنار اون روایت بذار، یک نفر از این فقیهان من ندیدم بگه فقیه باید تفسیر قرآن بلد باشه، اصلا و ابدا این حرفا نیست. به همین دلیل هم هست که نه تفسیر قرآن میدونن، نه علم سیاست میدونن، نه علم اخلاق، نمیدونن اینا رو. نه اینکه میدونن، اما یعنی پیش خودشون خوندن، اصلا احتیاج ندارن بخونن. من عرض کردم قرآن رو شما اگر بردارید به فقه هیچ لطمه‌ای نمیخواد. خب به همین دلیله که یه آقای مثل آقای محمد مؤمن قمی جرأت میکنه صریحاً بیاد بگه که باهتوهم، یعنی بهتان بزنیم. خب حالا این قصه شخصی است، من نمیخوام اینجا بازذکر کنم، فقط به کوتاهی همین که روزنامه کیهان به ما تهمت جاسوسی زد، دوست ما با مدیر این من روزنامه تماس گرفته بود که چرا اینو گفتی، تو که میدونی فلانی جاسوسیست، گفته بود نه آقا این حرفا نیست، هر کسی پاشو کج گذاشت، ما حق داریم، هر وصله ای رو میتونیم بهش بچسبونیم، هر نسبتی رو که میدانیم به او بدیم. اینا شاگردا و تربیت شده های این مکتبن که بالا سر این روزنامه و اون مجله نشستن و اینا رو اجرا میکنن. من نمیگم فقط اینها چنینن، ولی خب اینا بر خودشون یاد گرفتن. اما بریم به مطلب سوم. اینها پیش درآمد بود، فرصتمون هم کم است، و اون 40مین سال انقلاب اسلامی است. من به مناسبت اینکه در بحث قدرت دینی هستیم، روا می‌دارم که این جلسه رو اختصاص بدیم به بحث کردن قدری در باب انقلاب دیگه. اکنون که این طفل 40 ساله شده، رشد کرده و بزرگ شده و تمام چهرش آشکار شده و نیکی ها و بدی هاش همه رو شده، لاجرم وقت آن هم رسیده که ما دوباره شمارش کنیم نیکی ها و بدی ها رو و به روزگار گذشته نگاهی بکنیم. مخصوصا کسی مثل بنده که ما در این انقلاب بودیم، پاره از دوستان ما که اینجا حضور دارن یا دست کم سنشون میرسد و متولدین پس از انقلاب نیستن، اجمالا دوران ما قبل انقلاب رو به یاد میارن و این 40 سالگی رشد این طفلی که 40 سال پیش متولد شد. یه دو بیت شعر از مرحوم فروغ فرخزاد به یاد میارم، میگوید که چون جنینی پیر با زهدان به جنگ، می درد دیوار زهدان را به چنگ، زاده اما حسرت زادن در او، مرده اما میل جان دادن در او. من این انقلاب را یک انقلاب می دونم که زاده اما حسرت زادن در او. یک جنین پیر، جنین است اما هنوز بالغ نشده که متولد بشه، گویی که حتی این 40 سال اجازه نداده که به بلوغ کامل برسه و حقیقت خود را آشکار کنه و از حالت جنینی بیرون بیاد. در یه جلسه بودم در لندن که بودم، خانومی از من پرسید که این انقلابی که شد خوب شد یا بد شد. 3 تا سوال بود. این انقلابی که شد خوب شد یا بد شد؟
این انقلابی که شد اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر بود. اگر الان ایشون میپرسید شما رو مخیر کنن بین شاه و خمینی کدومشون انتخاب میکنید؟ موقعیت دشواری است. من میخوام به هر سه سوال اینجا خدمت شما پاسخ بگم. به ایشون هم پاسخ گفتم و منتها ضبط نشد. اکنون میتونم پاسخ بگم. اولا اینکه این انقلاب اجتناب پذیر بود یا اجتناب ناپذیر بود به نظر من سوال بیوجهی است. هر چه تو این دنیا رخ میدهد اگر بخوایم فیلسوفان سخن بگیم به قطعیت میرسد تا رخ میدهد. هیچ حادثه‌ای با احتمال 99% رخ نمیدهد، حتما 100% میشود و رخ میدهد. بله ما همواره میتونیم بگیم که اگر فلان حادثه قبلش رخ نداده بود، اگر فلان کس فلان کار رو نکرده بود، اما اینا محض اگر و مگره. خب این اگرها نشد دیگه. بله اگر اونطور شده بود طور دیگری میشد، اما خب فعلا نشد دیگه. یعنی گفت ای جان در اگر متوان نشست. همون قصه مولانا دیگه، گفت یه دوستی رفته بود به یه شهری، دوست دیگری دستشو گرفت گفتش که بیا ببرمت یه خونه نشونت بدم در اونجا ساکن بشی، بردش به یه خرابه. گفت ببین اگر اینجا یه اتاق داشت خودت می نشستی، اگر اون طرف هم یه اتاق داشت می دادی به بچه ها زندگی می. گفت ای جان در اگر نتوان نشست، تو منو اووردی تو اگر می خوای بنشونی. آره این خرابه اگر این چنین اگر اون چنان که محض خیال بافی است. حقیقت این است که این اتفاقات افتاد، اتفاقات فراوان افتاد تا این انقلاب رخ داد. لذا اجتناب پذیر بود اجتناب ناپذیر بود؟ نه خیر، حتما به یه جایی رسید که دیگه اجتناب ناپذیر شد. و گفتم اینو در مورد هر حادثه شما میتونید بگید. آیا جنگ جهانی اول اجتناب پذیر بود؟ آیا جنگ دوم اجتناب؟ اصلا در مورد حوادث غیر انسانی، آیا فلان طوفان که آمد، آیا اون سونامی که اومد اجتناب پذیر بود؟ به یک معنا اجتناب پذیر بود، به یک معنا اجتناب پذیر نبود. به چه معنا اجتناب پذیر بود؟ اگر بعضی از حوادثی که جلوتر رخ داده بودن رخ نمی دادن، بله اجتناب پذیر بود. اما به یه معنا اجتناب ناپذیر بود، برای اینکه اون اگرها اونچنان که ما می خواهیم محقق نشد و به نحو دیگری شد و لذا اون حادثه اجتناب ناپذیر شد. فلانی که افتاد و سکته کرد و مرد آیا اجتناب ناپذیر بود؟ بله اجتناب ناپذیر بود. بله اگر دکتر به وقت به سرش می رسید، اگر، ولی خب این اگرها نشد دیگه. بنابراین اون چه که در بدن او رخ داد ناگزیر او رو کشان به طرف مرگ، اجتناب ناپذیر شد. اصلا یه قاعده در فلسفه است، حالا خیلی هم نمیخوایم وارد فلسفه بشیم، میگه اشیاء ما لم یجب لم یوجد، تا چیزی ضرورت نیابد وجود هم نمییابد. تا چیزی ضرورت نیابد، ضرورت یعنی چی؟ یعنی وقوعش 100% نشود، با 99% هم چیزی رخ نمیده. لذا این انقلاب، حالا ما کلمه انقلابم که میگیم این یک کلمه به قول انگلیسی ها blanket word، مثل یه بخچه است. انقلاب که یک حادثه نبود، که هزاران حادثه بود. ما اینا رو همه رو یه جا جمع میکنیم، یه اسم روش میگذاریم، درست مثل این که میگیم بدن انسان. آخه این بدن انسان که یه چیز نیست، که میلیاردها سلوله. ولی ما چیکار کنیم؟ ما در مقام نامگذاری اصلا زبان بخشی از کارکردش این استش که ما رو راحت کنه، ما رو از کسرت نجات بده. ولی شما رو هر چیزی که نام میگذارید این یک چیز نیست و از یک نام شما نباید راهزنی شوید و گمان کنید که با یک چیز طرفید. نه واقعا با یه انقلاب که ما طرفیم، با هزاران حادثه طرفیم در سطح خود انقلاب. اگر به پشت سرش برید، یعنی به عوامل و اون عللی که موجد انقلاب شدن، که نگاه کنید که میلیاردها حادثه خرد و درشت است که در احصا نمی آید، نمی توانیم اون رو بشموریم. ولی هرچه بود بالاخره تقارنهای میمون و نامیمون، تقارنهای میمون و نامیمون در کنار یکدیگر این انقلاب رو پدید آورد. انقلاب هم در اصل عبارت است از انفجار خشم، انفجار نفرت و انفجار قدرت ویرانگری.
عقل در انقلاب چندان شأنی ندارد. بعدن انقلابیون ممکن است عاقل شوند و ممکن هم از هرگز نشوند، اما در حین وقوع انقلاب قوه عاقل تعطیله و قوه محرکه و اراده خلق برای ویران کردن و در هم شکستن از همه وقت دیگر آماده تر است. و اگر این چنین نباشد، البته انقلاب نمیشه، اصلاح میشه. این که هی میگن فرق انقلاب و اصلاح چیه، خیلی فرقا با هم دارن. یکی از فرقاشون است که در انقلاب انفجار عاطفه است، عاطفه محض و ویرانگری، اما در اصلاح عقل هم در کار است. من یک مقاله‌ای داشتم تحت عنوان رقیبان عقل، گفتم عقل سه رقیب داره، منتشر شده انشالله هم در ضمن کتابی میارم. یکی از رقبای عقل انقلابه، یکی دیگرش وحی، یکی دیگرش عشق. و گفتم که بدترین و دشمنترین دشمنان عقل همین انقلاب است. خب همیشه بحث رابطه عقل و دین مطرح بوده که آدم دیندار چقدر به عقل خودش وقع می نهد، چقدر نمی نهد، اینا رقابت می کنند. عشق هم همینطور، قصه مشهور کهنی است که عشق و عقل و انقلاب و عقل. این انقلاب از همه دشمنتر است، رقابتش شدیدتر است. واقعا دیرترین چیزی که به خانه خود برمی گردد عقل است در دوران انقلاب، اگر برگردد. و شما انقلاب روسیه رو میبینید، انقلاب فرانسه رو میبینید، انقلاب خودمون رو که ببینید میبینید دیگه، تا مدتها شورش است، آشوب است، بی‌نظمی است، شلختگی است، ویرانی و ویرانگری است، جنگ داخلی است، کشت و کشتار است، خط‌کشی‌های پررنگ، دفع‌ها، حذف‌ها، بیرون کردن‌ها، سرکوب کردن‌ها، تا مدت طولانی بگذرد که این تب شدید که بدن کشور رو فرا گرفته رفته رفته فرو بنشیند، این بیمار دریابد که کجا قرار داره و طبیبان هم در درمان او بکوشند. بنابراین انقلاب از چنین ماهیتی برخوردار است، یک ماهیت غیر عقلانی و 100% عاطفی انفجاری خشمالود نفرتالود که در نفی و در دفع بسیار قوی تر است تا در اثبات و در تثبیت، در ویران کردن قوی تر و آماده تر است تا در ساختن. و این فقط مربوط به انقلاب ما نبود، خب انقلاب های دیگر هم چنان که گفتم بود. یک نکته را اینجا ذکر کنم، خیلی ها من دیدم در روزگار ما میگن که انقلاب اصلا ماهیت مارکسیستی داره، این مفهوم، این واژه و مصداق او در گذشته وجود نداشته، لذا ما انقلاب اسلامی نداریم. من البته چندان بهایی به این بحث نمیدم و اصراری هم نداریم که بگیم انقلاب ما اسلامی بود و نبود، ولی این نکته رو میگم. ببینید، انقلاب درسته، این سخن به یک معنا درسته، به معنا نادرسته. انقلاب در معنای مارکسیستی اصلا مفهوم طبقاتی داره. وقتی که یه طبقه به جای طبقه دیگری مینشینه و طبقه قبلی رو کنار میزنه و به اصطلاح این جنگ طبقاتی به پیروزی میرسه، نامش انقلابه. و در اثر این انقلاب همه چیز جامعه زیر و رو میشود. در خیال مارکسیست ها، در نوشته های لنین، در هم شکستن ماشین دولتی، خب در هم شکستن ماشین دولتی به علاوه جابجا شدن طبقات، بله انقلاب به این معنا البته مارکسیستیه. ولی کی گفته که انقلاب فقط به این معناست؟ خب نامشو انقلاب نذارید، بگذارید قیام، بگذارید شورش. بالاخره ما اینا رو همیشه داشتیم. ما در تاریخ خودمون، مگه کاوه آهنگر نبود که علیه ضحاک مثلا شورید؟ مگه موسی نبود که علیه فرعون شورید؟ مگر اسپارتاکوس نبود که رهبر بردگانی بود که طالب آزادی بودند؟ مگر قیام های محلی ما نداشتیم؟ در ایران خودمون داشتیم، همه جا داشتیم. برمیخواستن علیه حاکمی، علیه پادشاهی، علی الاغلب هم البته سرکوب میشدن.
اونای مفهوم انقلاب طبقاتی البته در سر نداشتن، اما خیلی وقتا دلشون میخواست پادشاهو پایین بکشن، خیلی وقتا میخواست حکومت رو از دست حاکم بیرون بیارن، حتی در یه مواردی موقتا موفق میشدن یه شهر رو در اختیار خودشون بگیرن. اصلا خود خلیفه بغداد تا وقتی که حکومت عباسیان بود چند بار شهر بغداد از دست خلفا بیرون رفت. خلیفه اونجا نشسته بود، هم هیچ کاره بود. یکیش در دولت بویهیان بود، آل بویه، یکیش در قیام بساسیری بود یا آقای، اصلا اینا بغداد از دست رو بیرون آورده بودن، خودشون حکم میراندن. ما اینجور شورش ها رو داشتیم، اسمش رو میخواد انقلاب بذارید یا نگذارید. اتفاقا اونچه هم که در ایران اتفاق افتاد انقلاب بود، اما نه به معنای مارکسیستی، فقط به معنای یک قیام علیه حاکم، نه اینکه به لحاظ طبقاتی ما جابجایی داشته باشیم. نه چنین چیزی تو ذهن رهبران انقلاب بود و نه چنین اتفاقی در عمل افتاد، هیچ کدوم اینا. من در سخنان قبل خودم، حالا وارد بیشتر بشیم وارد این، بذارید سوالات اون خانم رو جواب بدم تا بعد وارد بحث خودم بیم. پس این مال اجتناب ناپذیری. دوم این که خوب شد یا بد شد. ببینید انقلاب مثل یه طوفانی است که میوزه، خود اون حادثه نه خوب داره نه بد داره. بله پیامدهاش میتواند بد باشه یا خوب باشه. انقلاب یه امر اجتماعی است، به اراده احدی نیست. این خیلی مهمه، ما نباید انقلاب رو معلول اراده های فردی بدانیم. اصلا حوادث اجتماعی همونطور که جامعه شناسان گفتن به امور پسیکولوژیک یعنی روانشناسی قابل تقلیل نیست. شما نمیتونید بگی که این حادثه که رخ داد به دلیل این بود که زید و عمرو و بکر و حسن و حسین و تقی چنین اراده کردن. نه، مثل بازار میمونه. ببینید بازار قیمتها رو هیچ کسی بالا پایین نمیبره، مردم البته مؤثرن اما به اراده هیچ تک شخصی نیست. همین که مردم وارد خرید و فروش و داد و ستد و مبادله و معامله میشن، این قیمت ها بالا پایین میره، این درسته، اما گویی برای خودش یک قانون مستقلی داره، به حرف بنده و شما نیست. انقلاب ها چون یک حرکت اجتماعی هن این طوری هن. و همواره بر خودشون یه فرمولی دارن که چرا رخ میدن، اما پیامدهاش البته میتواند این باشه که گاهی خوب میشه برای ملت، گاهی بد میشه. این رو من میگم به خاطر اینکه یه عده‌ای یقه ماها رو میگیرن که شما که اون موقع بودین چرا انقلاب کردین، چیتون کم بود، آبتون نبود، دونتون نبود، چای و قلیونتون نبود، آخه چیتون بود، چه مرضتون بود که انقلاب کردید ما رو به این روزگار انداختین. بارها ما بابا ما انقلاب نکرد، هیچ کس انقلاب نکرد، انقلاب شد. ببینید این خیلی مسئله مهمیه، مثل که یخه بندری بگیرن چرا قیمت فلان چیز رفته بالا، به من چه؟ حتی اگر من یک تاجر باشم، یک بازرگان باشم، ولی بازار رو من تعیین نمی کنم، قیمت ها رو توی بازار آزاد البته. بنابراین ببینید یخه کسی رو بگیریم و نگیریم اولا هیچ چیز رو حل نمی کنه، چون بالاخره شد، حالا خوب شد یا بد شد. دوم این که گریبان هیچ کسی رو نمیشه گرفت. سوم اگر میخواین گریبان کسی رو بگیرید، این رو خطاب سلطنت طلبا میگم، مرحوم بازرگان حرف خوب میزد، میگفت انقلاب دو تا رهبر داشت، یکی شاه یکی آقای خمینی، و واقعا درست میگفت. یعنی رفتارهای شاه که از عوامل بسیار مؤثر در وقوع انقلاب بود بدون هیچ تردیدی، نحوه حکومت دیکتاتوری و استبدادی که او داشت، اقتصادی که او تو مملکت آورد، سرسپردگی که به خارج داشت، سواکی که بر مردم حاکم کرد، اختناقی که در جامعه افکند و بسی چیزهای دیگه، اینا که یاد مردم نرفته بود، اینا که از حافظه جمعی مردم بیرون نرفته بود، کودتای 28 مردادی که پشت سر داشت، باباش رضاخان رو که انگلیس ها آوردن، انگلیس ها بردن، و اینا همش مؤثر بود، کسی فراموش نکرده بود. به ظاهر البته اینا به زمان گذشته تعلق داشت، اما در حافظه جمعی مردم زنده و حاضر بود، و خود شاه هم که بر همه اینا افزود. البته آقای خمینی هم از اینجا اقتناب فرصت کرد و وارد ماجرا شد که خواهیم رسید. باری اینکه خوب شد یا بد شد،
الان معنیش نیست که گریبان کسی رو بگید که چرا چنین کردید چرا نکردید. باید به اون حاکمانی گفت که برای مردم راهی جز انقلاب باقی نگذاشتند. این خیلی مسئله مهمی است. این حرف رو ما با حاکمان امروز هم میزنیم. شما اگر دریچه های سخن گفتن و ابراز وجود مردم رو ببندید به ای نحو امکان، نذارید حرفشون رو بزنن، نه تو دانشگاه ها، نه تو مجله ها، نه توی انجمن های صنفی، نه تو خیابون ها، همه دهان ها رو ببندید، یه روزی سر از انقلاب در میاره. حتی به مصلحت خودتون هم که هست باید این روزنه ها و این دریچه ها رو باز نگه دارید. من بعد از حوادث سال 88 که یک نامه مفصلی به آقای خامنه ای نوشتم تحت عنوان جشن زوال استبداد دینی، اونجا همین رو نوشتم به ایشون، گفتم که ببینید شما اشتباه میکنید، شما دهان مردم رو میبندید، نمیذارید حرفشون رو بزنن، بعد جاسوس میفرستید وسط مردم که حرفای مردم رو بکشن بیرون، بیان به شما گزارش های کج و معوج بدن. گفتم والله این خیلی سیستم غلطی است، به صلاح خود شما هم نیست، بذارید مردم حرفاشون رو بزنن. خب میزنن، احتیاجی به جاسوس نیست. جاسوس هم تازه خبرهایی که به شما میدن معمولا موافق میل شما مینویسن، برای اینکه من اینا رو دیدم به چشم خودم که توی بولتن ها حوادثی رو که ما خودمون درش حاضر بودیم اینا چجوری گزارش میدادن. اونجوری گزارش نمیدن که حاکم میخواد. به هر حال ملامت رو باید به اون حکومتی کرد که چنان دریچه ها رو میبنده. من بهشون نوشتم، گفتم این روزنامه ها و مجله ها و رسانه ها ریه های اجتماع هن. بذارید این جامعه تنفس کنه. اختناق یعنی بستن این گلو، خناق، نبندید گلو رو، بذارید تنفس کنه. مردم به صد زبان حرفشون رو با شما در میان میذارن. حاجت نیست که اساس و جاسوس و میان مردم بفرستید و عاقبت هم با خبر نشید کما هو حقه از اونچه که در میان مردم میذارید. در زمان شما هم اینن همینطور بود، میگفت که من خبر دارم، خبر نداشت. و امروز هم همینطوره. همین آقای خامنه‌ای که ما چند بار گفته من مطلع ترین فرد کشورم، بسیار اشتباه میکنه و این اتفاقا مایه تأسف است، چون فعلا که حالا همه قدرت ها دست ایشونه. خب اقلا بعد اطلاعات هم دستش باشه. حالا شما ببینید چه فاجعه ای بار میاد. یک کسی همه قدرت ها رو داره، اطلاعات کافی نداره، مسئولیت هم نمیپذیره. از این میان چی میاد بیرون؟ همین میاد بیرون که الان اومده. و راه اصلاحش هم اینه که یه مقدار عقل رو ما وارد جریان بکنیم. اما سوال سوم اون خانم که اگر امروز شما رو بین شاه و آقای خمینی مخیر کنن کدومش رو میپذیرید؟ من گفتم ببینید شما ما رو در یک دوشاخه بسیار بیرحم و قساوت آمیزی میگذارید. مگر فقط همین دوتا آپشنه؟ خب صد جور دیگه میشه فرض کرد که اگر تو رو میان شاه، آقای خمینی، آقای بازرگان، نمیدونم اصلاح طلبانی که اکنون هستن و چند نفر دیگه، اینا رو اگر بر من بشمرید که بایدم بشمرید، اون وقت من به شما میگم. اما اگر، اما و هزار اما، اگر فرض کنیم هیچ اختیاری نداشته باشیم جز اینکه یا شاه انتخاب کنیم یا آقای خمینی رو، بنده 100% آقای خمینی رو انتخاب میکنم. گفت چرا؟ گفتم ها، این چراشو برای شما میگم. برای اینکه آقای خمینی مردمی ترین رهبری بود که در تاریخ این کشور ظهور کرد. شما فقط کافی است که استقبال از او رو ببینید و بدرقه از او رو وقتی که مرد. ما در تاریخ ایران هیچ رهبری رو نداریم که این طور تو دل مردم جا داشته باشه. شاه که هیچی، پدر جد شاه هم خواب این جور پشتیبانی مردمی رو نمی‌دیدن. البته مگر اینکه شما بگید مردم همه دیوانه شده بودن، خب مردم هم به شما میگن شما دیوانه شدید. این درست نیست. مردم به هر حال یه چیزی دیده بودند، که این چنین به دنبال کسی راه افتاده بودند، این چنین تعظیم و اجلال میکردند. میگم حتی بعد از مرگش من فیلمای بدرقه یعنی تشییع جنازه آتاتورک رو هم در ترکیه دیدم. اونم انصافاً
با تجلیل تمام همراه بود، ولی مال خمینی 100 برابر او بود، بسی بیش از او بود. نشانه عشقی بود، نشانه یک عاطفه‌ای بود که معطوف به یک رهبری میشد که دوستش داشتن، در او چیزی دیده بودن. یه عده به حساب این که رهبر، یه عده به حساب این که پسر پیغمبر، یه عده به حساب این که مرجع تقلیده و هر چه میخواد باشه، بالاخره این موقعیت رو در دلها پیدا کرده بود، چه وقتی که آمد چه وقتی که رفت. خمینی با سوادترین رهبر این کشور بوده تا کنون، از ایام اولیه حکومت هخامنشیان، پادشاهانی که ما داشتیم تا روزگار حاضر، هیچ کس به لحاظ علمی به پای او نمی رسید. چرا؟ برای اینکه خمینی اولا فقیه درجه اولی بود، عرفان هم خونده بود، فلسفه هم خونده بود. شاه ما، شاه قبل از آقای خمینی کی بود؟ یه جوان 20 ساله که از سوئیس بلند شد اومد ایران پادشاه شد. بعد از پادشاهیش که درس و مکتب و مدرسه ای نبود. قبلش هم چی بود؟ حتی اکثر یه دیپلم، اگر داشت اون دیپلمو، من خبر ندارم. سوادی نداشت. پدر او که اصلا دیگه شهره است در بی سوادی. پادشاهان قاجار چطور؟ پادشاهان قبل از او چی؟ اینا همه رو ما میدونیم که اصلا تواریخ بر ما نوشته. اینا خواندن و نوشتن بلد نبودن. نادرشاه خواندن و نوشتن. اصلا جای مقایسه نیست اینجا. یعنی انقدر فاصله زیاده که لازم نیست ما بخوایم شواهد تاریخی بیاریم. نه فقط در ایران، شما سراغ پادشاهان انگلستان برید، سراغ پادشاهان فرانسه برید، این مقداری که ما در تواریخ اینا خوندیم، اینا آدمای با فکری، با علمی، با سوادی نبودن در همون حد دوران خودشون. در تاریخ ما آقای خمینی واقعا یک نمونه بی‌نظیر بوده در مقام حکومتداری. این رو در قیاس با شاه میگم، در جواب سوال اون خانم میگم که اگر شما ما رو در یک اختیار دوشاخهی و بیرحمانهی قرار بدید که راه سومی وجود نداشته باشه، البته این طرف میچربه. البته هر دوتا مستبد بودن، شاه و آقای خمینی. به هر حال اینو بعدا بیشتر توضیح خواهم داد و همین استبداد کار ما رو خراب کرد، کل تاریخ ما رو فاسد کرد. سوم این که به هر حال خمینی سابقه خوبی داشت، یعنی در گذشته او هیچ چیز ناپاکی وجود نداشت، نه مال مردم خورده بود، نه آدمی رو کشته بود، نه تجاوزی به حق کسی کرده بود، هیچ کدوم اینها نبود. و از یک زمینه چهارمی که مرد شجاعی بود. ما آدم شجاع تو تاریخ خودمون کم داشتیم، آدم قلدر داشتیم، آدم آدم کش داشتیم، ولی شجاعت یک فضیلت اخلاقی است، این چیز دیگری است. این غیر از این است که شما زورتون زیاد باشه. خب نادرشاه هم آدم قلدری بود، تیمور لنگ هم آدم قلدری بود، میگن با دو دست شمشیر میزد. شمشیر که نه، تبرزین میزد. تبرزین سلاح بسیار سنگینی بود. من و شما فکر نمی‌کنم چند نفر اون جمشیم یه تبرزینی بتونیم بلند کنیم. تبرزینی که همی که به گردن فرود می آمد رفته بود شد. با دو دست چپ و راست تبرزین، این آقای تیمور لنگ بود. عرق می خورد. اولین کسی که عرق رو اختراع کرد تیمور بود دیگه. تا زمان او شراب بود. داد شراب رو تقطیر کردن، عرق می خورد. عرق فراوون می خورد. داغ می شد. می رفت به جنگ. در غذاش هم گوشت اسب بود. دوست داشت، گوشت اسب میخورد، عرق میخورد، تبرزین به دست میگرفت و لنگم بود. اما هزار تا آدم دست و پادار از جلو او میگریختن، حریفش نمیشدن. ولی شجاعت شما میدونید اصلا حرف دیگریست. اون دوستان ما که در زمان شاه بودن، اختناق و خفقانی که در زمان شاه بود، که کسی جرأت سخن گفتن نداشت، اونا میتونن درک کنن که یک کسی از قم بر میخواست و فریاد میکشید و مقابل حکومت شاه میستاد و صریحا میگفت من سینه‌ام رو برای سرنیزه های شاه آماده کردم، این چه میزانی از شجاعت لازم داشت. عموم هم لباسای او، همه ساکت، همه خفقان گرفته، همه اهل تقیه. تنها کسی که اومد و گفت، به خدای خمینی میگفت، گفت امروز تقیه حرام است.
دیگه هر عالمی باید حرف خودش رو بزنه. نیامدن دنبال او اونچنان که باید، ولی او پای سخن خودش ایستاد، نقشه داشت، برنامه داشت. وقتی که خمینی رو به زندان افکندن، حالا فاش شده که از اونجا نامه به نیکسون نوشت و نامش رو اون آیت الله کمره‌ای برد. این آقای کمره‌ای کسی بود ما میشناختیم، وقتی که دبیرستان بود پشت سرش نماز میخوندیم و خود او هم یه نامه‌ای به آقای نیکسون نوشت، روزنامه چاپ شد، آقای نیکسون نیکبخت. ولی او فاش کرد که آقای خمینی از طریق او نامه به نیکسون داد، یعنی برنامه داشت، نقشه داشت. اینجوری نبود که تا تو شکمش برن چیزی بگن اینم پس بکشه. بعد از اینکه به فیضیه حمله کردن که خیلی حادثه سوگناک فاجعه باری بود، پلاب رو کشتن، علم این کارو کرد، یک دست ساواکی مست رفتن به قم و به مدرسه فیضیه حمله کردند و طلبه ها رو از پشت اون پرتاب کردند و چند نفر کشته شدند و اینها، همه ماستا رو کیسه کردند، همه. بعد چند نفر از علما رفته بودن پیش آقای خمینی که آقا دیگه دیدین به کجا رسید کار، دیگه این قیام شما به اینجا منتهی شد. سفک دما، ریختن خونه ها، رعبی هم در دل ها افکنده بود. خمینی به اینا گفته بود چی رو تموم شد؟ تازه کار ما شروع شده. پشین برین شهرستان ها روزه اینا رو بخونید. خب ببینی آدمی بود حساب تو کار، برین و کردین کار رو، برین روزه اینا رو بخونید، بگید به سر ما چی آوردن، قصه شهادت این طلاب رو بگید، مردم رو آگاه کنید، دلها رو بسوزانید. الگو گرفتن از قصه امام حسین، همون کاری که شیعیان 10 قرن کردن، مردم رو گریاندند به خاطر امام حسین و این گریه ها پشت یک سدی جمع شد مثل یه سیل، که بعد آقای خمینی اومد این سیل رو آزاد کرد که همه دودمان پهلوی رو برد. حساب داشت کارش. این جور محاسبه گری، این جور شجاعت در مقابل اون حکومت پر اختناق پر خفقان، مردم اینا رو دیده بودن. بی خود نبود پشتش روان شدن، بی عقلیشون نبود، کسی رو ندیده بودن در صحنه که این طور شجاعت ببرزه. من نمیگم دیگران نبودن، بودن. زندونای شاه پر بود، جبهه ملی بود، نهضت آزادی بود، چپ ها بودن، توده ای ها بودن، سوسیالیست ها بودن، افراد مفردی بودند که اینها مبارزه میکردن، اینها هم شکنجه دیدن، زجر دیدن. منتها کسی که در صدر قرار گرفت و به دلیل نامی که داشت، به دلیل موقعیتی که داشت، توانست رهبری رو به دست بگیره، خب شخص آقای خمینی بود. یکی هم این که بالاخره مردم رو میشناخت. این تشخیص آقای خمینی که مساجد و مسجد بروها سربازان ما هستن، این خیلی مهم بود. این خب میدید که هزاران مسجد تو کشور وجود داره، این همه مردم میرن اونجاها نماز میخونن، پای وعظ واعظ مینشینن، هیچ، گفت به قول حافظ، هیچ شهی جان تو این سپاه ندارد، شاه که چنین سپاهی نداشت. اینا رو استفاده کرد، اینها رو به بلوا و جنبش در آورد و پشت خودش کشید. البته اگر یک رشته شرایط در کشور پدید نیامده بود، البته موفق نمیشد. من که گفتم تقارنهای میمون و نامیمون، ولی او هم سهم خودش رو الحق خوب ادا کرد، یعنی حرفی زد و پای او ایستاد. پس اینکه اگر ما شاه رو میخواستیم یا آقای خمینی رو، واقعا اگر فقط همینطوری بخوایم نگاه کنیم، اصلا جای مقایسه نیست. چه نسبت خاک را با عالم پاک. همین الانش هم خیلی از این کسانی که در خارج کشور مدعی رهبری کشور هستن، واقعا انبانشون توهیه، دستشون توهیه، مغزشون توهیه. آدم چجوری میتونه به این آدم های توهی دست، توهی مغز دل ببنده؟ آخه شما یه چک خورده باشید در عمرتون، بعد بیاد ادعای رهبری بکنید. یک چک به خاطر شما کسی در داخل ایران خورده باشه، بیاد ادعای رهبری بکنید، چه خبره؟ آخه اینا کسانی که اون دوران ها رو دیدن میفهمن که اینا چقدر تو خالی است و چقدر بی اسافه کردن. هر کی خارج کشور نشست، چند تا اعلامیه داد، میشه آقای خمینی که رفت توی پاریس نشست و چند تا اعلامیه داد و بعدش هم سوار هواپیما شد و رفت و رهبر مردم شد. نه، اینطوری نیست. یعنی جهان اینقدر هم الکی نیست، بخیر یک حساب‌هایی داره. خب این از جواب اون خانم. اما بیایم سراغ اصل ماجرا.
ببینید اینا رو همه رو ما گفتیم و گفتنی در این باب بسیاره و من مطمئنم شما بسیار میدونید، از منم بیشتر میدونید. منم اینجا البته تشخیص و تحلیل خودم رو عرضه میکنم. ملاحظه کنید، خب آقای خمینی رهبر انقلاب شد و بر سر کار آمد و اتفاقاتی افتاد که به جای خوبی هم نرسید. البته این رو هم ما باید بگیم که شاید یه وقت دیگری. الان وقتی که ما به پایان که چه عرض کنم پیامد مجموع این انقلاب میرسیم، دل خوشی نداریم. بنده خودم یکی از منتقدانش بودم و هستم و چون من بسیار. اما این آخه از کجا شروع شد؟ به قولی که از فیلسوفان، پایان همیشه در آغاز وجود داره. آغاز رو، این همونی که ما مثالی داریم در فارسی میگیم سالی که نکوز از بهارش پیداست، پایان در دل آغاز وجود داره. یعنی آغاز رو وقتی بشکافی یا اجازه بدی که شکفته شود، یعنی در طول تاریخ مثل یه قنچه‌ای باز شود، گل بشود، اونگاه میتونید بفهمید که در دل او از ابتدا و از اصل چه بوده است. سلام آقای دکتر. در رابطه با اون سوالی که خانم از شما کرد، در رابطه با اینه که شما رو توی یک موقعیتی قرار دید بین شاه و خمینی، آیا فکر میکنید که سوال اون خانم در رابطه با فرد شاه بود و فرد خمینی؟ که شما اومدین گفتین خب شاه یه جوان 20 ساله بود و اونم اختلاف کرد و تموم شد، و یا فرد آقای خمینی، یا اینکه در رابطه با عملکرد این افراد بود، عملکردی که فرض کنید شاهی که 37 سال بود اومد کرد و این اختلاف که او برد، ساواکی که به اصطلاح او برد، و یا اینکه و همین که اختلافی بعد از انقلاب به پیش اومد، یعنی زمانی که خب در زندان ها دیدیم که چی میشد، گفتن هوادار این مجاهدین هستی یا این گروه هستی یا چپی یا هوادار پیکار هستی، اگه بودی که خب اعدام، اگه نه که آزاد یا زندان. یعنی شما اختنابی رو که شاه به وجود آورد درتر از اون اختنابی میدونیم که آقای خمینی و این انقلاب به وجود آورد؟ نه بله شما. بله متوجه هم چی میفرمایید. نه لزومن. ببینید حالا ما اگر بخوایم کارنامه های این دوتا رو کنار هم بذاریم داستان به درازا میکشه، ولی من یه نکته رو میخوام بگم. با همه انتقاداتی که ما داریم انصاف هم باید داد. ببینید یه گروه مسلح جرار به نام مجاهدین، از اون بغلشون پیکار و غیره، اینا جلوی حکومت اسلامی و آقای خمینی برخواستن. هیچ حکومتی یه گروه مسلح رو تحمل نمیکنه و اینا واقعا آماده بود، یعنی صریحا پرده پوشی هم نمیخواستن حکومت رو بگیرن، حق به خودشون میدونستن. من یکی از دوستان اون الان در همین جلسه هست، با هم با مجاهدین جلسه ای داشتیم. مجاهدین خیلیشون هم کلاسای من بودن، هم مدرسه ای بودیم، میشناختیمشون، بزرگانشون رو عرض میکنن. این جوجه ها که بعدن اضافه شدن هیچی. و یکی از اینها آقای محمد حیاتی که هنوزم در حال حیاته، ایشون گفت که نه ما قدرت نمیخوایم، اگه میخواستیم که میمدیم، نمیدارم به ما وزارت پیشنهاد کردن فلان. من بهش گفتم که آقای حیاتی شما قدرت رو میخواید اما همه شو میخواید، اینا چون یه خورده یه تیکه یه لقمه میخواید به شما بدن شما زیر بار. و واقعا هم همین بود، همه شو میخواستن. میگفتن حق ما، خمینی خارج کشور بوده، مبارزه نکرده، نشسته بعد 15 سال چند تا اعلامیه داده، اینا رو میگفتن. ما تو زندان رفتیم، ما مهدی رضایی داشتیم، ما احمد رضایی داشتیم، ما اینو دادیم، ما اونو دادیم، ما اعدام شدیم، ما شکنجه شدیم، و لذا حق خودشون میدونستن. ببینید وقت پیکاری ها و اون چیزا، توده یا نه، توده یا دست به اسلحه نبردن، اون گروه های دیگری که دست به اسلحه بردن، اینا مقابل حکومت ایستاده بودن. واقعا شما باشی هر کی باشه، موقعیت خیلی دشواری بود برای حکومت که با اینا چجوری باید رفتار بکنی. هیچ هم کوتاه نمی اومدن اون طرف مقابل. من این رو به شما، بله جنگ بود. حالا جنگ بحث دیگری است. ببینید من این سخنرانی داشتم خیلی با التهاب و با مخفی کاری. دوستان بوجنورد یه باری سالها پیش من دعوت کردن، قصه رو میگم فقط برای اینکه خاطرتون رو خوش کنم، ما رو دعوت کردن به بوجنورد. من مشهد بودم و از اونجا دو ایامی بود که من اصلا اجازه سخن گفتن عمومی نداشتم،
یعنی رسمن که منع نکرده بودن منو، ولی میرفتند و ما با سر شکسته بعد از مجلس بیرون میرفتیم. هیچی، دوستان ما از بوجنورد اومدن ما رو مخفیانه بردن از مشهد به بوجنورد و بعدم یه شب بردن در یه جایی ما رو خوابوندن. چند نفرم دور ما گرفته بودن، محاصره کرده بودن، ما رو حمایت و حفاظت میکردن. بیرون خونم باور کنید دیدم حدود 20 تا 30 تا چماق، چماقای خیلی بزرگ تراشیده اونجا بود، داده بودن دست نگهبانا بیرون خونه ما رو محافظه کنن و فردا هم در مجلس سخنرانی اگر به کار اومد این چماقا رو اینا هم به کار بگیرن. فردا هم ما رو بردن یه جایی، البته خیلی پوشیده بود و حادثه پیش نیامد، اما من هنوز خارج نشده از بوجنورد، خبر سخنرانی من به امام جمعه بوجنورد رسیده بود که من تو راه بودم که اون توی نماز جمعه من فحش میداد. عرض بزرگتون که حالا غرضم این بود، من سخنرانی که در بوجنورد کردم این بود، گفتم که ما سه طایفه داشتیم که اینا احتمال روی کار آمدنشون بود و این تو کتاب ادب سیاست ادب قدرت الان آمده، کتاب من که منتشر شده سالها پیش، یا حزب توده می اومد یا مجاهدین می اومدن و یا روحانیت، ولی اینا از یک نظر هیچ فرقی با هم نداشتن، همشون قائل به استبداد نظری بودن، هیچ فرق نمی کرد. اینا همشون تئوری حکومتیشون تئوری استبدادی، یعنی حزب توده استالینی هن، یعنی مجاهدین خلق هم همین کم و بیش استالینی، روحانیت ما هم که ولایت فقیهی و بالاخره سیستم ناصرالدین شاهی و اینا همشون مثل هم بودن، فرق نمی کردن. یعنی این میخواست از دست او در بیرون و از این. خمینی هم آدمی نبود که وابده، از مشروطیت درس گرفته بود، معتقد بود تو مشروطیت سر آخوندها کلا رفت، اونا اومدن پشت مشروطیت، اما وقتی که افراد به حکومت رسیدن اینا رو کنار زدن، گفت این دفعه دیگه نمیذاریم این اتفاق بیفته و ما نشستیم و دستمون هم کج نیست، میتونیم اداره کنیم. خود آقای غفاری کی بود، هادی غفاری، یه بار از این بزن بهادرهای انقلاب بود دیگه، یه بار صحبت میکرد میگفت که این چپا میخوان پرولتاریاش بکنن، ما ملاتاریا میکنیم و ملاتاریام کردن، یعنی واقعا همین بود. لذا ببینید وقت یکی هم جنگ، من البته یکی از خطاهای آقای خمینی رو ادامه جنگ میدونم، میدونم هم که او راضی نبود ولی راضیش کردن. من در باب مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی که همینجا صحبت میکردم این نکته رو گفتم، وقتی که فتح خرمشهر شد در یه جلسه ما با همین بزرگان بودیم، با خامنه ای، با هاشمی رفسنجانی، هاشمی صریحا گفت آقای خمینی موافق با ورود به خاک عراق نیست، اما با ایشان باید مذاکره کرد، یعنی باید راضیش کرد و رفتن رازش کردن، ولی بالاخره مسئولیت جنگ با او بود، علی ای حال فرمانده کل قوا بود، مسئولیت جنگ با او بود. خطا بود ادامه جنگ، چند تا خطای استراتژیک بزرگ کرد آقای خمینی. البته من این رو بگم، خطا کرد اما خیانت نکرد، اینا با همدیگه فرق داره، اما خطاهاش کوچک هم نبود. یعنی شما وقتی که در صدر یک حکومتی با اون اقتدار مطلق نشستید، خطاهای شما خطای کوچکی نیست، آینده نسل‌هایی رو تعیین میکنه. این جنگ خیلی به ما لطمه زد، کمترینش این که قبح خشونت رو ریخت و این کسانی که از جنگ برگشتن همشون طلبکار شدن، خب حقم داشتن، گفتن جوانیمون و همه چیمون رو ما دادیم و باید به ما کار بدید، جا بدید. بعدم یه دشون تبدیل شدن به این بسیج حزب الله و اینا که اینا طعمه میخواستن، تومه میخواستن و اینا را مینداختن به جون زید و عمر، میگفتن بفرمان شما شغلتون این، نونتون رو ما میدیم، برید این رو اون رو از سخنرانی باز دارید، به مجالسشون حمله کنید، به قول خودشون ضد انقلاب و ملیگراها رو از دور خارج کنید و غیره. کارنامه بعد از انقلاب رو نوشتن و رقم زدن و جمع و تفریق کردن خیلی کار دشواریست. یعنی من مشکلی ندارم در این که بحث کنیم ببینیم کدومشون بدتر عمل کردن یا چگونه، منتها معتقدم که فاکتورهای دخیل در اینجا خیلی زیاده، همه اینها رو باید یکی یکی کنار هم گذاشت و بعد خب البته نتیجه گیر کرد. نتیجه گیری هم نه به خاطر محکوم کردن کسی، به خاطر پیدا کردن راه آینده، لذا به قول فردوسی نه بر مرده بر زنده باید گریست. بالاخره اونا که رفتند و تمام شد،
اگر خدای گریبانشون رو بگیره باید پاسخش رو بدن. ما پاسخ ملتی رو باید بدیم که نشستن ببینن که اوغلای قوم چه کار میکنن. فالو آب بله بگید. سوالم خوب طرح نکردم، من میدونم این مسائل سیاسی که پایان نداره، یعنی سیاسی هم نداره، از من انتظار جواب مقنعی نداره، ولی گفتگو میکنیم. بله نداره، نه اصلا من چیز مجرد مطفر از نظر اختلافی که بله بله اسمشون رو ذکر کردم، ولی خب شما در هر صورت تعیین تکلیف کردید، یعنی گفتیم بین شاه و خمینی شما خمینی رو انتخاب میخواید، من میخواهم برای خودم بدونم به طور کلی شما ظلم خمینی رو مقتنم می‌دونید به، یعنی اگه دلیل انتخاب باشه؟ نه من گفتم که خب یعنی اگر الان میومدن میگفتن که دو نفر هستن می‌خوایم رهبرشون کنیم، تو خمینی رو می‌خوای یا شاه؟ یه سفره نینداخته. بله. کلن آقای خمینی و روحانیت چرا مخالف شاه بودن و این در افتادنشون برای چی بود؟ در افتادن آقای خمینی با شاه نه روشن فکرانه بود، نه از موضع چپ بود، هیچ کدوم اینها نبود، یک برخورد 100% فقهی و دینی بود. ببینید این خیلی مهمه که ما بدونیم روحانیت ما چرا حکومت شاه رو قبول نداشتن. اینا قبول نداشتن برای اینکه می گفتن به ظواهر شرع عمل نمی کنه. اصلا مسئله استعمار و استثمار و این چیزا رو که روشنفکرای چپ میگفتن، روشنفکرای راست میگفتن، روابط بین المللی که شاه داشت یا اختلاف طبقاتی که اینا وجود نداره تو گفتارهای خمینی و هیچ یک از روحانیت قبل از انقلاب، این حرفا نبود. اینا دعواشون با شاه این بود که شما چرا به بهائی‌ها اجازه فعالیت دادی؟ خود آقای خمینی بلند شد رفت پیش شاه در زمانی که هنوز مرجع نشده بود، نامه هم به شانش گفت بابای تو با بهایی ها این چنین نکرد، تو چرا بهشون اجازه میدی؟ دوم این که سر رأی زنان، اگه یادتون باشه آقای خمینی اعلامیه داد و گفت رأی زنان و ورودشون در انتخابات خلاف اصول محکم اسلام است، درسته؟ در قصه تقسیم اراضی و وقتی که شاه میخواست اصلاحات ارضی بکنه، خب یک پروژه‌ای بود که آمریکایی‌ها پیش پای شاه گذاشت، فی نفسه هم حرکت نیکویی بود، حالا بد عمل شد یا بد نتیجه داد کاری ندارم، بالاخره زمین‌های بزرگ و فئودال‌ها و اینا رو تقسیم کردن. اینجا اینو هم من بگم، شاه اینو نمیفهمید که سلطنت همیشه در کشور ما، شاید همه جا ولی در کشور ما با دو رکن، این بر دو رکن استوار بود، یکی روحانیت یکی فئودالیسم، و شاه هر دوتا اینا رو از بین برد، یعنی زیر پای سلطنت خودش رو لغو کرد، فئودال ها رو از بین برد، با روحانیت هم در افتاد، نمی فهمید داره چی کار میکنه. باباش با روحانیت در افتاد اما با بزرگان فئودال در نیفتاد. حالا اینا به کنار، خمینی اختلافش چی بود و روحانیت دیگه؟ می گفتن که به احکام شرع عمل نمی کنه، بی حجابی رو در شرع آورده، حق رأی به زنان داده، حق طلاق به زنان داده. من خوب یادمه که سخنشون این بود که در این دادگاه های خانواده در زمان شاه که زنان میرن و طلاق میگیرن، اینا طلاقشون درست نیست، اگر ازدواجی بکنن با مرد دیگری این ازدواجشون نامشروعه، فرزندانشون حرام زادن و امثاله. و بعد هم که بهائیت چرا اجازه فعالیت داره، چرا مشروب فروشی توی مملکت هست؟ شما نگاه کنید نواب صفوی که اتفاقا مورد تأیید آیت الله خمینی بود، این تمام حرفش این بود، اینا رفتن دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه مصدق رو ترور کردن، همین آقای عبدخدایی که الان هست، و به خاطر اینکه تو چرا این ظواهر شرعی رو رعایت نمی کنید، اجازه دادی تو مملکت شراب فروشی باشه. و خودشون تئوریشون چی بود؟ این که شراب فروشی ها باید بسته بشه و هر روز سر زور در تمام خیابونا باید واسن از اون بگن. اینا درکشون از اسلام این بود. ما
من نمیگم آقای خمینی سطح فکرش اینقدر نازل بود، البته نبود، فقیه بزرگی بود، اما خواستش همین بود، خواستش همین بود که این چیزهایی که ظواهر احکام شرع رو مراعات نمیکنه بعد برافتن. ایشون در قصه زمین ها و تقسیم اراضی هم همینطور، خب اون موقع یه مش ملاک اومدن قم، رفتن تو خونه آقای شریعت مداری بس نشستن، خمینی اجازهشون نداد. او زیرکتر از این بود، میگفت اونگاه نهضت ما، اینو گفته بود، بدنام میشود، فکر میکنن ما طرفدار زمیندارا هستیم، ولی در دل به اون اصلاح اراضی رضایت نداشت. حتی در مواردی گفته بود که لازم نیست اصلاح اراضی بشه، اینا انقدر زکات ندادن و خمس ندادن که ما اگه خمس و زکاتشون رو بگیریم همون میشه که شاه میخواد، یعنی اینا از ثروتشون کاسته میشه اونجوری. ولی در قصه زنان خیلی ایستاد، در قصه اینکه قسم خوردن به کتاب آسمانی در مجلس دیگه به انجیل و تورات نباید باشه و فقط به قرآن باید باشه، و از همه اینا مهمتر یه موردی که البته جنبه سیاسی بزرگ داشت قصه کاپیتولاسیون بود، که خب این یه بار هم قبلا مطرح شده بود و در زمان شاه هم مطرح کردن ولی البته توفیق نیافتن. شما اگر نگاه کنید، وقتی هم که آقای خمینی به رهبری رسید، یعنی قدرت سیاسی رو به دست گرفت، یکی از جملاتی که من کاملا یادم رو دیوارها نوشته بودن، وقتی که تمام احکام اجرا اسلام اجرا شود، آنگاه مسئولیت ما پایان یافته است. ببینید اصلا این که میگن حکومت انقلاب دینی، دینی نبود، فقهی بود، یعنی خیلی مهمه. روحانیت ما خیلی دین شناس نیست، فقه شناسه. از دین به معنای جامع چیز چندانی نمیدانه، اون چی که میدانه فقهه. با حکومت شاه هم در پیچیدن، چون ظواهر فقهی عمل نمیشد، احکام شرع عمل نمیشد. وقتی هم که به حکومت رسیدن، با همین که ما باید احکام فقهی رو عمل بکنیم. حالا این احکام فقهی چه بود؟ ببینید من باز در یک جمله خیلی ساده بگم، انقلاب اسلامی انقلاب پیروزی شیخ فضل الله نوری بر آیت الله نائینی بود. پیروزی شیخ فضل الله نوری بر آخوند ملا محمد کاظم خراسانی بود. یک انقلاب ضد مشروطه بود. تمام اونچه که مشروطه بافته بود اینا رشته کردن، آگاهانه رشته کردن. یعنی آقای خمینی و تابعانش و همراهانش و مریدانش آگاهانه به دنبال این بودن که تمام اختیارات رو در دست بگیرن، همه اون چه که به نام مشروطه نوشته شده و پدید اومده اونها رو محو کنن و از بین ببرن. مرحوم آقا مهدی حائری که فرزند شیخ عبدالکریم حائری مرجع بزرگ قم و مؤسس حوزه علمیه قم بود و از شاگردان آقای خمینی، ایشون در تاریخ شفاهی هاروارد اگر نگاه کرده باشید، در مصاحبه‌هایی که با آقای حبیب لاجوردی کرده، در اونجا این نکته رو میگه، میگه من اول انقلاب رفتم پیش آقای خمینی و به ایشون گفتم آقا من یه پیشنهادی برای شما دارم، قانون اساسی مشروطه خیلی چیز خوبیه، بسیار محکم نوشته شده، از هر جهت سنجیده است، فقط یه بند داره که در او بند سلطنته، شما اینو بردارید، خب انقلاب انقلاب ضد سلطنتی بود دیگه، بردارید بقیهش خیلی عالیه. گفت آقای خمینی گوش کرد به من و هیچی نگفت و من نشستم اونجا، این اومد آن آمد، همطور مراجعین مختلف، و آقای خمینی هم به اونها میپرداخت و سلام علیک میکرد. بعد از یک ساعت دو ساعت که گذشت، من با آقای خمینی گفتم حاج آقا، اینا این عبارت کتاب ایشونه که من میگم، حاج آقا مثل که ما خیلی حرف مزخرفی زدیم. گفت چرا؟ گفتم خب شما جواب ما رو ندادی. و اینی که گفتم زد رو زانوی من، گفت به جان عزیز خودت، از روزی که وارد کشور شدم، وارد ایران، تا امروز کسی حرفی به این قشنگی به من نزده.
آقای حائری نوشته من از پیش آقای خمینی آمدم بیرون در هوا طیران میکردم. خودم گفتم چه حرفی زدیم و چجور به موقع قبول افتاد و انشالله چه آثار خیر خواهد داشت. یک ماه گذشت، دو ماه، سه ماه، ده، دیدم هیچ خبری نیست. همون بعد گفت دوباره رفتم پیش آقا که چون دیدم اصلا به اصطلاح در به پاشنه دیگری میچرخه، این چنین خبرها نیست که ما گفتیم. گفت رفتم و بعد دیگه نگفته، گفت ایشون با من یه برخوردی کرد و یه چیزایی گفت که دیگه من فهمیدم که جای ما و امثال ما نیست، از اونجا بیرون آمدم و هرگز دیگه به نزد ایشون نرفتم که نرفتم. ببینید همه چیز مشروطیت رو اینا از میان برداشتن و شیخ فضل الله نوری واقعا پیروز شد، واقعا پیروز شد. یک بار اسم ملا کاظم خراسانی به زبان آقای خمینی نیامد، یک بار اسم نائینی به زبان خمینی نیامد، یک بار اسم سید جمال اسدآبادی نیامد. اینا پیشروان این قافله بودن، اینا قبل از این فکر رفرم دینی بودن، فکر اصلاح حکومت بودن، فکر تطبیق و به توفیق بین سیاست و دیانت بودن، افراد کوچکی نبودن، بزرگان تاریخ ایران بودن در همین زمینه هیچ. ولی اسم شیخ فضل الله نوری آمد، شاهراه شیخ فضل الله نوری هم در ایران دایر شد و همچنین آیت الله کاشانی. شما اینا رو به تصادف نبینید دیگه، اینا چیزایی بود که یعنی یک حقیقتی رو نشون میداد که پشت اینها نشسته است، که رهبر انقلاب جهتگیری و سوگیریش کدام است، به کدام سو میرود و به کدام سو پشت کرده است. خب از یه فقیه شما چه انتظاری دارید؟ یه کسی که یه فقهی خونده و اکنون هم که قدرت به دست او رسیده تکلیف خود میداند که این فقه رو اعمال بکنه. من همه تأسفم این است، ای کاش این فقه زنگ نزده بود، ای کاش غبار نگرفته بود، ای کاش پالوده بود، ای کاش پیراسته بود، ای کاش اجتهاد شده بود، باز ما این وضعیت رو نداشتیم. شما فقط به قوه قضاییه ما نگاه کنید. دیدم که آقای کدیور یک رساله مفرده نیکوی نوشتن در بلایی که به سر قوه قضاییه اومد. اتفاقا فقیهان ما مدعی ترین افراد نسبت به قوه قضاییه بودن، میگفتن اگر پارلمان ما نداشتیم تو فقه، اگر نمیدونم دولت و قوه مجریه به معنای جدید نداشتیم، دیگه قضا و قضاوت که داشتیم، یک کتاب مهم در فقه هست و درس دادیم و به دست ما بیفته حکومت عدل علی رو برقرار خواهیم کرد. و شما ببینید که چگونه این نظام رو برهم زدن، نظام قضاوت رو، و چه سبک بدوی رو خواستن اونجا حاکم کنن. اینا در ذهنشون این بود که علی توی خیابون کنار دارالعماره می نشست، دو نفر می بودن پیشش می گفتن آقا این یک شکایتی می کرد، اونم یه جوابی می داد، ایشون هم یه جوری بینشون حل می کرد. چند نفرشون و من جمله خلخالی در ابتدای انقلاب به صراحت گفتن که وکیل گرفتن در اسلام نداریم، استیناف در اسلام نداریم، فرجام خواهی نه در اسلام نمیل، تو فقه نداریم، یعنی تو اون فقهی که این آقایون پرورانده بودن. یعنی شما باید خودت از خودت دفاع بکنی، یا اینکه اگر قاضی حکمی صادر کرد دیگه نهاییه. من خودم تو بحث هایی که این حضرات داشتن، من جمله آقای مهدوی کنی بود و چند نفر دیگه، بحث میکردن که چرا فرجام خواهی نداریم، میگفتن قضا لا قضا میشود، همین اصطلاح های آخوندی عجیب و غریب، که اون طرف مقابل بهش گفت آقا جان چرا قضا لا قضا میشه، یعنی قضاوت بی قضاوت، چون که اگر حکم اولیه قاضی رو بشه بعدن نفی کرد پس دیگه قضاوت یعنی چه. طرف مقابل بهشون گفت خب آقا قضاوت اون حکم دومه، آخه حفظ جان دیگری مهمه. یک نکته رو من خدمت شما بگم، این فقه ما و مخصوصا عرفان ما متاسفانه که آقای خمینی هم خیلی قوطه خورده بود در او، نسبت به جان مردم خیلی بی‌اعتناست. درسته که ظاهرا اسم حرمت ناموس، حرمت ارض، حرمت آبرو، حرمت جان، حرمت مال مردم رو میبرن، ولی پرانتزهایی وجود داره در این احکام مباح میکنه همه اینا رو، مثل آب خوردن
مهم اینه که به دست کی بیفته و چگونه این شمشیر رو بگیره و به کار ببره. همین آقای حائری که رفته بود پیش آقای خمینی نوبت دوم و از ایشون سخنانی شنیده بود که برای همیشه محضر استادش رو ترک کرد، خودش نگفته، یک دوستی دیگری که از اقوام نزدیک او بود به من گفت. گفت در دفعه دوم وقتی که با آقای خمینی گفته بود که چرا این همه خون ریزی، ایشون گفته بود که بروید به خدا بگویید زلزله میفرستد، سیل میفرستد، این همه جانها رو میگیرد. اینطوری بود، یعنی به جان مردم بی‌اعتنا بود. و این در عرفان ماست متاسفانه، جانها رو خدا میدهد، جانها رو خدا میگیرد. یک عرفانی که مردم در او جایی نداشتن. وقتی هم که میگفت که مجلس در صدر امور است، مال وقتی بود که مجلس به فرمان او بود، ولی اگر مجلس میخواست که در صدر امور باشه و چیزی به هر حال بر ضد فتوای ایشون بگه، البته شرایطی دیگری داشت. خب فقیهی که بر سر کار آمده و تمام همش اجرای احکام اسلامی است، اون هم ناپالوده و ناپیراسته، یک مرتبه با واقعیت‌های جامعه روبرو شده، هم باید فقه رو زیر رو کنه، هم در موارد بسیاری هم البته باید متوسل به قدرت بشه، متوسل به قدرت عریان بشه. و این اتفاقات در کشور ما افتاد و ما تا امروز هم چوبشو می‌خوریم. آقای خمینی و روحانیت ما یک دین یا فقه ماکسیمالیست دارن، یعنی معتقدن این فقه جواب همه چیو میده و لذا در همه جا باید حاکم باشه. ما همین امروز هم چوب این رو میخوریم، علوم انسانی رو میخوان اسلامی بکنن. همینه دیگه، انقلاب رو به معنای برانداختن همه اون چی که در سنت این قوم وجود داره به این معنا گرفتن. ما وادار شدیم بارها بنده خودم دیگران به اشاره به کنایه به صراحت تو سخنرانیامون میگفتیم که امام علی وقتی که مالک اشتر رو به مصر فرستاد و نامه مالک اشتر که یکی از واقعا افتخارات شیعه است در نهج البلاغه آمده، اونجا یک جمله، چند تا جمله مهم و درخشان داره از نظر سیاسی. یکی این که به مالک اشتر گفت که این مردم اما نظیر لک فی الخلق و اما شریک لک فی الدین، اینا همه آدم هن. حالا بعضی هاشون شریک دینی تو هن، هم دین تو هن، اما بعضی هاشون هم نوع تو هن. نظیر لک فی الخلق، هم نوع تو هن. اینا حیوانات نیستن و تو اونجا رفتی فکر کنی که فقط یه دسته رو باید به خودت نزدیک کنی با دسته دیگه جفا کنی. انقلاب اصلا همینه کارش دیگه، یک خط کشی پررنگ، انقلابی ضد انقلاب. اون نامه مالک اشتر یکیش اینه. دومیش چی؟ این که این مردم یک سنتی دارن، سنت‌های صالحه اونها رو برهم مزن. ولا توزیع ان سنتا صالحه عملت بها صدور هذه الامه، یک آداب و رسوم نیکویی تو این کشور هست. مصر کشور ریشه دار و استخوندار، از زیر بوته که در نیومدن. حالا شما رفتی حاکم اینها شدی، فکر کردی همه چی رو حزب الله بازی در بیاره، همه چیزو از نو بخوای به جای چیز دیگری بذاری، همه سنن گذشته رو ویران کنی. این کارو نکنی ها. سنتا صالحتا عمل بها صدور هذه الامه، این امت مصر سنن و آداب صالحی داشتن، روش های نیکوی داشتن، اینا رو برهم نزنی. در کشور ما اینطوری نشد، به این معنا حتی به فرمان علی به مالک اشتر عمل نکردن. ضد ملیگرایی، شما ببینید آخه این ملیت چه اشکالی داشت، فردوسی چه گناهی کرده بود، چه خیانتی. تا سالها نام فردوسی رو شما نمیتونستید ببرید. من خودم یادمه در جلساتی که داشتیم گاهی با نخست وزیر همین آقای موسوی، خدا رو از حسر نجات بده، من چند تا چیز رو برای ایشون نوشته بودم و بردم و به ایشون دادم. گفتم یک تضادهای بی حاصل تو جامعه ما درست شده، شما باید فکر برای اینا بکنی. یکیش همین ملت و دینه. آخه کی ما با ملیت ایرانی مخالفت داشتیم، دشمنی داشتیم؟ این چه تقابل بی معنا و نامفهومی است که در اومده؟ یا کجا این همه بزرگان ما مثل فردوسی، اینا کدوم خیانت رو به این مملکت کردن که کتابشون چاپ نمیشه، اسمشون رو نبرده بود؟
مجلس شورای ملی چرا باید بشه مجلس شورای اسلامی؟ مگه ملت ننگه؟ مگه این یه مفهوم باطله؟ مگه جنایت توش؟ ولی اینا شد دیگه. ببینید با کمال حیرت همه ما نگاه میکردیم که گویی هر چه سنت این کشور بود باید ریشه‌کن بشه از دم. اگه روشون میشد زبون ما رو هم عربی میکردن. یکیشون گفته بود، یکیشون گفته بود عید نوروز رو باش مخالفت کردن. همین آقای خزعلی مرحوم گفت به جاش عید قدیر رو بگذاریم. تمام اینها از یک نافهمی، تاریخ ناشناسی، جهان ناشناسی سرچشمه میگرفت. این فقهای ما نه تاریخ اسلام میدونن، من اینا رو واقعا به شما میگم، نه تاریخ ایران میدونن، نه فلسفه میدونن، نه تفسیر قرآن میدونن، نه علم اخلاق، فقط فقه خوندن. یک فقه قبار گرفته استخوانی شده بدوی کهن که با او فقط میشه آدم کشت، فقط میشه تبعیض آورد، فقط میشه به مردم زور گفت. این فقه اگر یه فقه روشن فکرانه بود، اگر حقوق بشر در او تزریق میشد، همونطوری که اواخر عمرش مرحوم آقای منتظری متوجه شده بود، خیلی راحت تر باش میشد طرف شد، خیلی فضای بازتری، اصلا این همه مخالفت با دین رو پدید نمی آورد. برای اینکه اون چه که از دین به چشم میرسه فقهشه، بقیهش که ایمانه و عشقه و که در قلب مؤمنانه. این فقهی که جز بر تبعیض بنا نشده و بعد از انقلاب هم یک تبعیض هم بهش اضافه شد، تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین کافر و مؤمن، تبعیض بین بنده و ارباب، تبعیض بین انقلابی و ضد انقلاب، این هم اضافه شد. من یادمه که اون اواخر که یه عده علیه بعضی از مسلمان ها، بعضی از مؤمنین چیز می نوشتن، یک شوی نامه به من نوشته بود که چرا شما فلان استاد رو سر کار نگه داشتید، این مسلمان شریعت مداریه. یعنی از مسلمانای مقلد آیت الله شد. مسلمونی هم انواع پیدا کرد، مسلمونی دیگه یه نوع نبود، کافی نبود شما مسلمون باشید نمازتون رو بخونید، نماز شبتون رو، نه نه، ولایت باید داشته باشید. روحانیت ما با استبداد آشنا بود، با دموکراسی آشنا نبود و نیست. به همین دلیل حد اکثر برد ذهنشون این بود که یک استبداد نیکو یعنی فقیهانه برقرار خواهیم کرد. برد فکریشون برقرار کردن استبداد فقیهانه. من بارها بعد از انقلاب از همین نماز جمعه شنیدم، میم جلو یکیشون همین آیت الله امامی کاشانی، ببین اینا چه جوری برای خودشون این رو هضم میکردن. میگفت بالاخره یکی بعد حرف آخر رو بزنه، اون یکی که بعد حرف آخر رو بزنه ولی یه فقیه. خب شاه هم همین رو میگفتی. اینا استبداد تو خونشون رفته. اینا تا دیدن رضا شاه دیدن، محمد رضا شاه پهلوی دیدن، ناصرالدین شاه قاجار دیدن، احمد شاه دیدن، مظفرالدین شاه، اینا مستبدانن. عقبتر بری بدتر. یک نوع حکومت دیگر، یک نوع جامعه دیگر، یک نوع روابط دیگر بین حاکم و محکوم رو ندیدن، نیازمودن، حتی تو تاریخ خودمون هم نخوندن. یا خلفای عباسی رو خوندن، یا خلفای بنی عمر رو خوندن، یا سلجوقیان و غزنویان اگر خونده باشن، اگر خونده باشن، ولی همچین هواش بهشون رسیده. باور کنید که از اینها وقتی که اسم جالینوس اومد، نمیخوام بگم کی، یکی کسی بهش گفت که آقا شما جالینوس، آخه میگه اجمالا از خلفای جور بوده، جالینوس اجمالا از خلفای جور بوده. این که میگم تاریخ نمیدونن اینه. تاریخ اروپا رو من کاری ندارم، تاریخ آمریکا رو کاری ندارم، ولی من واقعا وقتی که قانون اساسی آمریکا رو که 250 سال پیش نوشته شده، همین جفرسون و نمیدارم آدامز و دیگران با این قانون اساسی خودمون مقایسه میکنن، میبینم که چه فکری پشت سر این قانون اساسی بود، چه بزرگانی، چه فلسفه هایی رو اینا هضم کرده بودن، فلسفه لاک، فلسفه ها، فلسفه روسو، حقوق بشر رو اینا وارد قانون اساسی کردن. از همون موقع هم پیش بینی میکردن، خودشون هم میگفتن، با اینکه 250 سال پیش خیلی ناباورانه تر بود، میگفتن با این قانون اساسی ما مسلمون هم ممکنه یه روزی رئیس جمهور آمریکا بشه. با همون موقع اینو میفهمیدن، با وصف این هیچ پرانتزی نذاشتن که بگن این یکی نه، در رو باز کردن و باز کردن.
قانون اساسی ما رو شما ببینید. من در سخنان قبلیم گاهی گفته بودم که انقلاب اسلامی تئوری نداشت. واقعا هم تئوری نداشت. اما حالا میخوام این رو بگم چرا تئوری داشت. تئوریش همین فقه بود. این فقه بدوی. نه فلسفه ملا صدرا حتی نبود. فلسفه ابن سینا نبود. حتی تئوری نائینی نبود. مرحوم نائینی. نائینی خیلی کوتاه اومده بود. اونم معتقد بود که حکومت نهایتاً حق فقهاست. ولی میگفت حالا که دست ما نیست پس با مشروطیت کنار بیاییم. با مشروطیت کنار بیاییم. آقای خمینی از فقهی در آمده بود، فقه شیعه. برای هزار سال به شیعیان گفته بود حکومت حق ماست، هر کسی عادل یا ظالم سر کار بیاد قاصب است، قاصبه. منتها به قول آقای جوادی آملی میگفت فقهای گذشته نشسته بودن که این حکومت توی سینی بذارن تقدیمشون کنن. آقای خمینی گفت نه، نمیشینیم تا تو سینی بیارن، خودمون میریم میگیریم. و البته موفق هم شد. میشد که موفق هم نشه. شما فکر میکنی یه فقیهی با این فقه، با اون موازین، با اون محتویات، با اون پیشینه فکری وقتی که سر کار بیاد چه خواهد کرد؟ از او چه انتظاری میتوان داشت؟ و چه آینده‌ای برای این مجموعه میتوان متصور شد؟ اگر در به همین پاشنه به چرخه، من نه پیامبرم، نه پیشگوام، نه طالع بینم، من نمیدونم چه اتفاقی خواهد افتاد، اما مردم ما روی خوشبختی نخواهند دید و تاریخ ما این دوران رو به منزله یک تاریخ سیاه رقم خواهد زد. اما اگر ما دعا کنیم و خدا یه عقلی به این رهبران ما بده و اینها با عاقلان بتونن بنشینن، گفتگو کنن، مشاوره کنن، عقلانیتی حاکم بشه. واقعا چیزی که ما تو کشور کم داریم همه عقله. واقعا همه عقله. عقلی که استبداد او رو کنار زده. عقلی که منافع او رو سرکوب کرده. عقلی که این فقه، من هرچه درباره او بگم کم گفتم، سرکوب کرده. اجازه نمیده اینا به حقوق مردم بیاندیشن. اجازه نمیده به مصالح مملکت بیاندیشن. شما میدونید در تمام کتابهای فقهی ما یک مفهوم به نام وطن وجود نداره. وجود نداره. مفهوم امت وجود داره، نه مفهوم ملت، نه مفهوم وطن. شما وقت انتظار دارید فقیه ما راجع به وطن، راجع به مصالح ملی چجوری فکر کنه؟ فکرم بکنه یه فکر خامه. این فکرها باید طی چند قرن پخته شده باشه تا وقتی که تو قانون اساسی میاد، تا وقتی که به زبان میاد و به عمل میاد با کمال پختگی وارد بشه. بله خب یه کسانی اومدن و نشستن سر کار و بالاخره یه وطنیست، یه ملتیست، یه آب و خاکیست، ولی خدا شاهده تایی دلشون به این تقسیمات ملی، دولت ملتی، امثال اینا هیچ اعتقادی ندارن. اصلا آشنایی با این شرایط جدید جهانی ندارن و به همین سبب هم تمام دنیا رو اینچنین تقسیم میکنن، یه طرف دارالاسلام، یه طرف دارالکفره. خب بله این تقسیم بندی مال گذشته بود، یه وقتی هم معنی داشت، کار میکرد، هر چه که بود. امروز خب ما این انقساماتمون باید عوض بشه، جور دیگری جهان رو باید بشناسیم. دوست ما معنای دیگه‌ای داره، دشمن ما معنای دیگه‌ای داره. خب من نمیگم یه کسی که سر کار میاد روز اول همه اینا رو بدونه، اما این رو میگم که استبداد به رأی خیلی بده. از مشاوره دیگران استفاده کنه، خودش رو آشنا کنه با این مبانی و موازین. هرچه قدرت شما افزون تر میشه مسئولیتتون هم بیشتر میشه. باری ما یه گرفتار یک استبداد شدیم که من نامش رو میذارم استبداد تکلیفی. شاهان گذشته اگر استبداد میورزیدن، استبداد رو حق خودشون میدونستن. اما این ولی فقیه وقتی استبداد میورزه، استبداد رو تکلیف خودش میدونه، تکلیف دینی خودش میدونه، اگه نکنه گناه کرده. ما گرفتار یک چنین استبداد بیرحم تکلیفی فقیهانه شدیم که راه خروج از او رو فقط باید به دعا و با توسل به اولیای خداوند پیدا کنیم. چون استبدادیست، من همون دو بیت سعدی رو میخونم، امروز سخنان ما طول کشید، که گفت شهی که پاس رعیت نگاه میدارد، حلال باد خراجش که مزد چوپانیست. وگر نرائی خلق است، رایی یعنی چوپان،
وگر نرائی خلق است زهر مارش باد، که هرچه میخورد و جزیت مسلمانیست. و بعد در باب رفتگان هم این رو بخوانیم که رحم الله معشر المازیل، که به نیکی قدم سپردندی، راحت جان بندگان خدای راحت جان خود شمردندی، لیک آنان چو زنده می نشوند کاش این ناکسان بمردندی. خیلی مشکل از سخنان خیلی جذاب. من وقتی که این خبر وفات آیت الله مومن اومد، چون چند بار همین داستان که امروز گفتین از زمان شما شنیده بودم تو همین مجلس، یه سرچی کردم و دیدم که یه یادداشت های مهاجرانی درباره این قضیه نوشتن. بعد در واقع اون متن آقای مومن آورده بودن، ترجمه‌ای که کرده بودن کاملا متفاوت بود، یعنی قشنگ در واقع مخالف این قضیه بود. و چیزی که ترجمه کرده بودن گفته بودن که اصلا اجازه بختان وجود نداره، اگر هم وجود داره با شرایط خیلی محدودی. بعد می‌خواستم ببینم که این چیزی. بله، من اینجا گفتم که کسانی هم نقد کردن نوشته من رو، نظر به همیشان بود، ولی نه، ایشون اشتباه میکنن. ایشون به یک کلمه در نوشته ایشون تمسک کرده بودن به نام اللهم الا این که چنین بگویند. ولی اتفاقا یکی از همون علمای قوم که عرض کردم، ایشون یه جوابیه برای ایشون نوشت، گفت نه آقا، این چنین نیست. جمله ایشون صریح هست در این معنا و اون تمسک به کلمه اللهم ماجرا رو حل نمیکنه. در واقع گفته آقای آمولی یه سوال را، اینکه ایشون فرمودن اگر قرآن رو به کلی بگذاریم کنار و دیگه بهش قرآن دیگه نیازی نداریم برای تکمیل فقه، منظورش اینه که ما استفاده خوبی در عد اعلا از قرآن کردیم و دیگه بهش نیازی نداریم، منظورش چی بود؟ از این که بوده که قرآن به عنوان منبع اصلا قابل یعنی احتیاجی به قرآن نیست. خب منبع فقه کجا؟ همین روایات آقا. همین دیگه، این روایات. شما مگه ما کم روایت داریم؟ روایات پر مالامال. نه واقعا همینطوره. بذارید من یک مورد رو برای شما نقل کنم. آقای محمد صادقی که از فقها بود در قم و وفات کرد، رساله هم داره ایشون، یه بار من پیشش بودم در قم، برای من نقل میکرد، میگفت که آقای خمینی فتوا داده بودن که میشه با زنان زانیه ازدواج کرد، ظاهرا تو رساله شونه، من خبر نداشتم. میگفت من در نجف رفتم پیش ایشان، گفتم که شما چگونه این فتوا رو دادید؟ در قرآن هست که الخبیثات للخبیثین و الطیبات للطیبین، پاکان با پاکان، ناپاکان با ناپاکان. میگفت ایشون به فکری کرد و گفت آره، من وقتی که اون فتوا رو میدادم به یاد این آیه قرآن نبودم. همین دیگه. بله، و همین راحتی. اینکه این سخن ما مخالف قرآن در میاد، اینکه اصلا منابع رو مراجعه کنیم و در صدرشون قرآن، اصلا منابع یعنی بریم به کتابای فقها و فتاوای فقهای گذشته. همیشه هم میگن که یه منابع دست نخورده‌ای هست، کدوم؟ لابد جلد دوم قرآنه، من نمیدونم. و الان منابع دست نخورده دیگه، این منابع بوده، دستمالی هم شده، هزار هم دست خورده، چی رو منابع دست نخورده؟ نه خیر، استفاده نمی کنن، ورودی هم ندارن. ببینید، اینو من چند بار عرض می کنم خدمت شما، نادرند فقهای ما که اهل قرآن و تفسیر قرآن باشن، اینها اطلاع کافی ندارن. درست به عکس در مسیحیت، نه که فقه نیست، علما روحانیتشون انجیل شناسن، اینا اصلا این کتاب رو خوب می دونن، حالا به همون مقداری که می دونن روی اون کار کردن. در میان ما، خصوصا ما شیعیان، اهل سنت از این حس کمتر مستوجب ملامتن، خیلی با قرآن کاری نداریم، خیلی کاری نداریم، نه بچه همون از کوچیکی بزرگ میکنیم که قرآن بیاموزن، نه خودمون دنبالشیم، نه علمای ما این راه رو به ما نشون دادن، حتی اکثر برای ثوابش یه جایی بخونن،
همین دیگه، همین میشه که اکنون شده است. بله آقای دکتر، سلام و تشکر. سلام. افکار آقای خمینی به عنوان یک فقیه بزرگ کتاباشون به حال منعکس شده و ایشون یه هیستوریان داشتن در ایران با شاه سر همون جریان حق زنها و بقیه چیزا که ایشون تبعید شدن. آیا اون بزرگان که در ایران بودن، مثلا حالا من دارم اسم آقای بازرگان میارم چون ایشون به حال در سرعت بودن، آیا اینا از افکار آقای خمینی یا طرز فکر ایشون آگاه نبودن؟ یعنی از این داستانه بود که یار ما چنین گفت و چنان کرد و فکر نمی کنه که ایشون خوب اگر یه موقعی قدرت به دست بگیره خوب رفتارش چیه؟ همین بگید که داباشه بگید. ببینید خب سوال مهمیه. اولا خیلی آگاه نبودن، یعنی واقعا جدی نگرفته بودن. بعد از انقلاب بود که افراد تشویق شدن برن ببینن که خمینی قبلا واقعا چیا گفته. همین کتاب حکومت اسلامی شو خیلی ها نخونده بودن، کتاب اون چی بود کشف اسرارش رو اصلا خیلی ها نخونده بودن، اصلا در دسترس کسی نبود، مخصوصا روشنفکران ما هیچ. اصلا به قول یکی از یادم بعد از انقلاب سمیناری بود در هاروارد، یکی از سخنرانان آقای احمد اشرف اونجا سخنرانی کرد و یه نکته خوبی گفته بود، این مال اوائل اول انقلابه، مثلا شاید 35 سال پیش. گفته بود که ما روشنفکرهای اشکالمون این بود که نمیدونستیم در میان روحانیت چه میگذره، اما اینا خوب میدونستن در میان ما چه میگذره. البته نه همشون، ولی بعض واقعا همینطور. اینا اصلا روحانیت رو به چیزی نمیگرفتن، میگفتن یک طایفه منقرض شده منسوخ متعلق به دوران بدویت محل نمیذاشتن، نمیفهمیدن میونه اینا چه چیزایی داره. همین افکار انقلابی این چنینی که فقه بعد حاکم بشه و بعدش هم البته اون روحانیت بزرگ به اصطلاح اینا همین بوده. همین آقای شبستری دوست عزیز ما که امروز جزء رفرمیستای دینیه، خود ایشون یه کتابی داره درباره کتابی که تو همون جوانیش نوشته وقتی که طلبه قم بود، دوران آیت الله بروجردی. در اون کتاب اثبات کرده که چرا زنان نباید رأی بدن و یکیش این که وزن مغز زنان کمتر از مغز مرد است. خود ایشون به من میگفت، میگفت که والا آقای بروجردی به ما گفت، گفت فتوای ما اینه، شما برید براش دلایل عقلی پیدا کنید. اینجوری اینا بود؟ بله، چرا نبود؟ یعنی خود همین طلاب و علما بهتر میدونستن، روشنفکرها خیلی کم. منتها ببینید خانم، شور انقلابی من به شما عرض کردم عقلانیتی به جا نمیگذاره دیگه. اینجوری نبود که افراد بنشینن و بگن که فلان کتاب تو اون سطر اون صفحه آقای خمینی چی گفته. بزرگان قوم، این آقای داریوش شایگان خدا رحمه، میگفت این گاندی دومه که آمده، ایشون جزو بزرگترین روشنفکرهای ما بود. من چند تایی از اینا رو برای شما نام ببرم، همشون به او به چشم یک منجی نگاه میکردن، به چشم یک منجی. همین آقای قطبزاده، حالا قطبزاده البته مثال خوبی در اینجا نیست، خب قطبزاده وقتی که در فرانسه بود و بعد آقای خمینی که رسید به فرانسه، خب اونم در کنار او بود و در زمره تقریبا خواص و محارم بود، ولی در همون احوال با یه دختر خانم کانادایی هم دوست شده بود، رو هم ریخته بودن به اصطلاح. و این دختر خانم بعد از اینکه صادق قطب‌زاده اعدام شد کتابی نوشت، تمام روابط خودش رو همه رو با صادق نوشت. من این کتابو خوندم، سالها پیش منتشر شد، به نظرم A Man for Himself یه همچی چیز اسم کتابش بود. این خانم قابل نوشته که روابط صادق با من خیلی بی‌پروا بود، خیلی اینچنین بود اونچنان بود فلان، ایناش کاری ندارم. میگه که من به صادق گفتم تو چرا دنبال این آخوند روان شدی؟ مگه شما آخوندها رو نمیشناسین؟ حالا اون خانم کانادایی به این میگفت روحانیت اینجوری، میگفت صادق من میگفت نه این با همه فرق داره. ببینید این بود دیگه، و واقعا هم فرق داشت. البته آقای خمینی چیش فرق داشت؟ شجاعتش فرق داشت، مردم داریش، ولی افکارش همینا بود، این 100% فقه بود. اصلا من از اول که میگفتم اینا میگن اسلام فقاهتی، این یک آفتی است. خیلی ها اینو متوجه نمیشدن، ولی متاعشون غیر از این نبود. بله آقای خمینی اینا رو گفته بود، نوشته بود، فقهای دیگه هم اینا رو نوشته بودن، شما به کتابای فقهیشون، رساله های فتواییشون مراجعه کنید، همه حرفا بود. ظاهر
اسلامی که برای انقلابیون معرفی میکردن یه چهره خیلی زیبا و بزک کرده ای داشت، گفت ظاهرتشون گور کافر پرهلل و درون قهر خدا عز و جل، در باطن چیز دیگری بود. نه نخونده بودن خیلی. حالا شما میگید آقای بازرگان، ببینید شما نگاه کنید کسی مثل بازرگان یا بسیاری کسانی دیگه همون جبهه ملی، اینا واقعا در یک موقعیتی قرار گرفته بودن که اگه میگفتن نه آقای خمینی فوت میکرد اینا میرفتن، باقی نمیموندن. واقعا اینجوری بود اون شرایط. من شما به یاد دارید یا یاد ندارید اینکه جبهه ملی بلند میشد میرفت به پابوس شاه در در پاریس، و اونی که اون آقای چی رفت و استعفای از نمیدونم شورای سلطنت داد. شرایط خیلی غریبی بود، همه عقلها زیر شور انقلابی محو شد. با همه این احوال پسر آقای بازرگان عبدالعلی، حالا یه وقت از خودش میپرسید، میگفت که پدر من رفت پاریس با آقای خمینی صحبت کرد، اومد پیش ما گفت یک شاه دیگه است این، باهاش نمیشه حرف زد. همون موقع که آقای خمینی تو پاریس بود گفت این یه شاه دیگه است، رأی خودش. بله خب مستبد به رأی بود، اما خمینی دیگه نشسته بود بر اریکه قدرت. حالا شاه یا نمیدونم ملائکه است یا هر چی میخواد باشه، دیگه نشسته بود. و الا باید آقای بازرگان این رو میفهمید، کمان که دیگران بنده خودم، وقتی که آقای خمینی بازرگان رو نصب کرد به نخست وزیری چی گفت؟ گفت بر حسب پشتیبانی که ملت از من داره، آقای خمینی گفت خب این خوبه، این جنبه مردمی، و به حسب اختیارات شرعی که من دارم ایشون رو به نخست وزیری منصوب می‌کنم. این اختیارات شرعی این ولایت فقیه، یعنی من شما مردم بخوان و نخوان من ولیم و این اختیارات رو دارم. این اصلا همون سنگ اولیه بنا بود. و اگر کسی مثل بازرگان می‌خواست به ایسته همینجا بعد وای می‌ساد، ولی خمینی همینجا میخ خودش رو کوبید. واقعا گفت به حسب اختیاراتی که شرع به من داده، من اختیار دارم دولت بیارم، دولت ببرم، عزل کنم، نصب کنم، و هر عزل و نصب دیگه هم باید آخرش به من برسه. لذا همیشه تو قوه قضاییه جاهای دیگه میگفت آخرش باید اونی که من نصب کردم در صدر باشه. ما یه باری رفتیم پیش آقای خمینی، هم دعوا داشتیم، ستاد انقلاب فرهنگی با وزیر علوم اختلافاتی داشتیم، رفتیم گفتیم آقا ما اختلاف، گفت ببینید همینطوری خیلی سریع، گفت اینایی که من نصب کردم این شما حرفتون مقدمه. هیچ کاری نداشت که وزیر چی گفته چی نگفت، گفت شماها بر او برتری دارید، حرف شما مقدمه. منصوبین خودش رو این چنین میدید دیگه. چرا؟ خیلی ها ندیده بودن اولا، ثانیا خیلی ها فکر میکردن که اونا رو باید نادیده گرفت، و بعدم شور انقلابی راه دیگری باقی نگذاشته بود. واقعا آقای خمینی تک سواری شده بود که همه رو به دنبال خودش میکشاند. خب متشکریم از دوستان.